بینندگان عزیز، با سلام به شما. خواستم برنامه رو اینجوری شروع کنم که بگم اینا دیگه کیان، اینا دیگه از کدوم گداخونه پیداشون شده. بعد گفتم شماها میگید چیه این سوربی تو گرما وایساده دیوونه شده. ولی اجازه بدید که من این صفحه ویدیوی برنامه زنده سوربی رو از روی صفحه فیسبوک با دوستان در صفحه مردم تیوی هم شیر کنم و با هم برنامه امروز رو شروع کنیم. و آقای ذوالفقاری گفتم اگه بشه چهارشنبه، ایشون نوشته بود که چهارشنبه برنامه با اون رادیو پویا داره. گفتم خب اگه خواستی درباره این نشست های فخرآور و کنگره و بعدش اون آقای سینا دوستانی و فرهمند کلایه و آقای عزیزان و اینها صحبت کن، حالا ببینیم که اگر ایشون وقت کرد که صحبت میکنیم، اگر نه جمعه اگه وقت داشتن مهمون ما باشن، و اگر هم جمعه نباشن جمعه یک دوست و یک مهمانی خواهیم داشت که یه جورای همشهری و هم استانی من هست و این دوستی های این روزا خیلی روش نمیشه حساب کرد. یه مدت با ما دوست بود، بعد سر اون ماجرای اون آقای مسعود امینی معتاد، و من با اطمینان میگم معتاد و ترسی ندارم، که ایشون اینجا اومده بود میلرزید، دوا میخواست و بعدم دوا کشید و توی کانونشن بهش گفتیم با تو برو که معتادی، ما وای میسیم جواب پلیس رو میدیم، چون پلیس وقتی بیاد شما اگه معتاد باشی میگه شرح رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. ولی من وایستادم وقتی طرف اومد گفت شما سیگار کشیدی دوا کشیدی، گفتم نه اینجا وایستاده بودم، این سود زد، به قول اینها دروغ سفیدم گفتیم برای ایشون. خب شیر آن پیج یو منیج مردم تیوی، من اینجا بنویسم سوربی با مردم، ولی بعد این رو عوض میکنم به این صورت که همین که بهتون گفتم اینا دیگه کیان، اینا دیگه از کدوم گداخونه پیداشون شده. من 16 دقیقه به 2 رسیدم اینجا و پیش خودم فکر میکردم که برنامه رو چجوری شروع کنم. یادم سالها پیش وقتی که ما یه برنامه گذاشتیم در رستوران رنه و ایرانی ها رو مجانی دعوت کردیم اونجا، شایع کرده بودن که آقا جمهوری اسلامی برای سوربی رستوران خریده. حالا رستوران رنه، بیچاره آقای رنه اهل فیلیپین 20 سال اینجا قبلش زحمت کشیده بود، تازه اونم صاحبش نبود، اون اجاره بود. و من اونجا وقتی برنامه داشتم تو راه که میرفتم فکر کردم برنامه رو امشب چجوری شروع کنیم، اولین بار بود یه برنامه توی رستوران اینها، و یادم افتاد به اون شعری که فرخزاد میخون، اگه ماه از آسمون پایین بیاد در بزنه در رو وا نمی کنم چون تو مهمون منی. اینو خوندم، اتفاقا ایرانی ها خیلی خوششون اومد، دوست داشتن. بعد همه گفتن آقا ما نمیدونستیم شما خواننده هستی. گفتم من فقط جایی که مجانیه میخونم، چون اگر شماها پول داده بودید و من میخوندم ممکن بود شیشه آبجو و شیشه نوشابه پرت کنید. امروز وقتی داشتم میمدم از یه شهر دیگه حدود 45 مایلی اینجا داشتم میمدم، فکر کردم که با این آدما واقعا برنامه رو چجوری شروع کنم. و یادم افتاد که ما بچه که بودیم مدرسه و دبیرستان، آخه تو ایران هم ما اون موقع میرفتیم مدرسه بود بعد میرفتیم دبیرستان، مثل الان مدرسه راهنمایی نبود. البته شنیدم باز سیستم رو عوض کردن، باز شده همون فقط مدرسه ابتدایی بعدش هم دبیرستان، خبر ندارم، اگه کسی میدونه بگه. و یادم افتاد به این که ما تو کوچه بازی میکردیم. خب کوچه هم که میدونید زمان شاه همه کوچه ها آسفالت بود، وسطش بلوار بود، ولی ما دوست داشتیم میرفتیم خاک میآوردیم میریختیم که تو خاک بازی کنیم، تو این خاک و اینها بازی میکردیم. عمه ما خدا بیامرزدش، من حالا میفهمم این چه آدم خوبی بود و همه ما فامیل بهش بد میگفتیم، همه همسایه ها بهش بد میگفتن، از بس این آدم آدم خوبی بود. وقتی ما این اولا کوچه خاکی رو هم جارو میکرد و آب میپاشید،
بعد ما که میمدیم بازی میکردیم، والیبال، فوتبال، یه زنی با ماس رد میشد میزدن بهش، نمیدونم یه توپه میافتاد تو اتاقی توی خونه یکی فوش و فضیعت و اینها. این عمه من، پیرترین عمه من، میومد بیرون و میگفت وای وای خدا به دور بلا به نزدیک، من نمیدونم این گدا مدا این چی این همه گدا از کجا اومده. دوستای من نمیدونم، آقای هادی نیازمند بود، نمیدونم شاپور فولادی بود، کی بود، آدرس خونه شونو میداد، آدرس خونه شون تو همون کوچه ما بود، میگفت تنوره بوغیری ها، کوچه بوغیری ها، مثلا کاشی، اون موقع هم پلاک نبود، یادتونه کاشی بود، شماره رو کاشی بود. و ما همه میخندیدیم. بعد میگفتیم خب حالا هادی چرا آدرس میدی؟ میگفت میخوام این بدونه که من واقعا مال همین گداخونه هستم و مال جای دیگه نیستم. حالا در رابطه با برنامه‌ای که من دوشنبه داشتم و اگر ندیدید برید حتما ببینید، آقای جهانگیر شادانلو از 3 هفته پیش که یک میتینگی بوده، یک نشستی بوده، یک گرد همایی بوده، یک سمیناری بوده، یک سامتی بوده در ترکیه، در استانبول، و چند نفر دور هم جمع شدن، به من یه ویدیویی فرستاد و گفت که این ویدیو رو میخوام نشون بدم. ما دیدیم ایشون بنده خدا وقتی ما رفتیم فرانسه، تازه رستوران هم باز کرده بود ولی چون هنوز راه نیفتاده بود، ما گفتیم نمیدونم حال داره کار میکنه، کاشیکاری میکنه فلان، حتی یه گلم نخریدیم. و وقتی رفتیم اونجا ایشون نهارم از یه مغازه دیگه خریده بود و همونجور که فکر میکردم رستورانش حاضر نبود. و ما گفتیم خب ایشون این لطفو کرده، ما هم این بار بابت این ویدیو و پخش ویدیو پولی نمیگیریم و ایشون مهمون ما باشه. حالا خیلی جالبه، همین الان دوستان نگاه کنید و شما برید برنامه‌های منو ببینید، ببینید از چند سال پیش ما میگیم شما هم میتوانید در این تلویزیون برنامه داشته باشید. از چند سال پیش توضیح دادیم که دلیلی که تلویزیون ها مستقل نیستن اینی که یکیش به آقا رضا پهلوی آویزونه، یکیش به CIA آویزونه، یکیش به آقای فرهاد پارسی آویزونه، یکیش به نمیدونم حزب فلان آویزونه، یکیش به مجاهدین آویزونه، و تنها تلویزیونی که اینجا مستقل مونده این تلویزیون مردمه. دلیلش هم بهتون گفتم، خود من یکی از اونایی بودم که وقتی 20 سال پیش این کار شروع کردم گفتم خب مثل تلویزیون‌های آمریکایی ما میایم برنامه میذاریم. تازه من گفتم خب ما که پولی نمیخوایم، ولی اگر یه برنامه گذاری برنامهش خوب باشه تلویزیون باید پولم بده. بله اون موقع قالی فروشا، آگهی رستوران‌ها، وکیل، دکتر، آقا یه دکتری میومد 600 دلار میداد یه ساعت درباره یک مریضی صحبت میکرد و میرفت 600 دلار برای یک ساعت. این احمقایی که، این نادونایی که امروز بهتون نشون میدم، این یک وبسایتی هست و بازم جالبه، من چقدر دیدید میگن آدم، میگن سگ بچه ناشی رو نمیگیره، یه چیزی اینجوری، ما همینجوری ناشی بازی چقدر کارای انجام میدیم که خوبن. یعنی مثلا من درباره این امپراتوری دروغ بارها صحبت کردم، گفتم آقا جون اولا وقتی یه اسمی یکی میذاره تو آمریکا پیشنهاد میکنن، میگن شما اسم میخوای بذاری در رابطه با بیزینست باشه، یعنی وقتی شما مینسی چلو کبابی مش حسن، هر کی رد میشه میفهمه که اینجا چلو کبابه. خب بله حالا ممکنه خورشت و پلو و فلان اینا هم باشه، ولی میفهمه چی. وقتی یکی مینسه امپراتوری دروغ، یعنی ما امپراتوری دروغ هستیم. ولی اگه شما راست میگی، شما حقیقت رو میگی، اسم تو بنویس، بنویس امپراتوری حقیقت. بعد درباره خودتون بنویس کی هستین، از کدوم آخوند، از کدوم ملا، از کدوم دولت پول میگیرین که میان هر از چند روزی، یه روز به سوربی میگید نمیدونم تلویزیون دوزاری، یه روز میگید تلویزیون فلان. آقا خانم من از سال 1998 وقتی شروع کردم، تلویزیون پابلیک اکسس بود،
که اون چون مجانی تلویزیون رو در اختیار افرادی میذارن که چینیزن، ایرانیان، افغانی هستن، ما هم شنبه ها جمع میشدیم دو ساعت برنامه میشتیم، بعدم میرفتیم دنبال رستوران چلو کباب و قدم زدن و خوش بودیم با چند تو بچه. بعد آمدیم تو تلویزیون رنگارنگ، تلویزیون رنگارنگ دیدیم طرف دعوا میکنه که آقا من بعد از برنامه سوربی میخوام قالی بفروشم، و سر هم دیگه دعوا بود. هی آقای داورم من گفتم حالا شما اگه میشه هر شب برنامه بذار. گفتم آقا هر شب که من نمیتونم برنامه بذارم، ما هم یه پنی پول نمیگرفتیم. داورم موقع خدا میدونه شب 2000 دلار در میورد و هر روزم به من میگفت که من حالا بدهکارم و وضعم خوب بشه به شما هم پول میدم. منم میگفتم آقا من که پول احتیاج ندارم، بده به این بدبخت سعید بهبهانی. بعد میگه نه آقا این مردشور قیافش میبره، یه شبم گذاشته میشه اینجا کمک کنه مردم، زنگ زدن فوش و فضیحت و اینها. دوست عزیز من، اون آقایی که برای من نوشته بود آقا این آقای پیمان عارف اومده شات اسکرین شما رو گذاشته که بهش گفتی پول بده، گفتم بله. شما مثل این میمونه که یه نفر بگه آقا رفتم موبیدیگ نهار بخورم بهم گفت پول بده. بله باید پول بدی. صد بار تو همین برنامه گفتم که مهمون ایرانی میگه حبیب خداست، آمریکایی میگه مهمون مثل نفس تازه است، یعنی وقتی میاد آدم شاد میشه، ولی شما نفس تازه رو نگه دار توی توی سینت، خفه میشی از گاز کربونیکش، باید بره بیرون. همین امروز برای این دوستمون که اگر وقت کنه جمعه بیاد مهمون من باشه، گفتم شما که میدونی اینجا مهمون میاد یه بار، بعد بهش میگم شما اگه خواستی دوباره برنامه بذاری باید قرار بذاری، یه وقت هست ما سل میذاریم، حراج میذاریم، ساعت برنامه ها و اینها رو نصف قیمت میدیم، دو سوم قیمت میدیم، یه سرویسی اضافه تر میدیم. دوست عزیز من که شما برای من نوشتی این خوب نیست، این خوب نیست که هر کسی شما ازش بپرسی آقا این تلویزیون مردم پولش از کجا میاره، میگه آقا این که از سال 2006 اینها MTV Rate and Services، بذاریم اینجا MTV Rate. هر کیم برای ما چیز میکنه، همین هفته پیش من برای آقای چیز فرستادم. دوستان حتما اینو شما توی صفحه قبلی ما دیده بودید، الانم نشون میدم، حتما تاریخ هم به شما میگه که این مال چند سال پیشه، چون میدونید یه چیزی که درست میشه یا عکسی که میگیرن اون دستگاه تاریخش رو نشون میده. خود شما به من بگید چند بار این رو دیدید، قشنگ نوشتین نرخ برنامه و آگهی در تلویزیون مردم. ولی اگر یک کسی آمد مثل آقای دکتر نصر احمدی اسم آقای مصطفی زاده رو آورد، با وجودی که آقای دکتر نصر احمدی پول برنامه‌ش رو آقای چمنارا میداد، اون موقع ما میگیم آقای مصطفی زاده حق داره بیاد همون دو دقیقه سه دقیقه که این صحبت کرده دربارش اونم صحبت کنه. حالا این برگردیم دوباره به این ماجرای این همه بچه گدا از کجا اومدن، این ماجرای فخرآور، باطبی، اون کوروش صحتی، اون یکی دیگه، اینایی که هی اومد برادر فخرآور که اومدن اینجا، میان اول میگن نمیدونم تو زندان چوب فلان جامون کردن، فلانی به اون تجاوز کرده، فلان کرده، بعد اینجا یه بدبختی مثل آقای نمیدونم بهمن احمدیان، یا آقای مثل آقای حسیبی، یکی مثل اینا خونه بهشون میده کمکشون میکنه، یکی آقای مثل ماسالی، بعد میبینن آقا اینا یه مشت ناخاله بچه پررو. و باز برنامه منو نگاه کنید، من چند مدت پیش گفتم یه دوستی من گفته آقا سوربی تازگی ها ایران رفتی؟ گفتم نه. گفته آقا این جوونا اینقدر پرتوقع، اینقدر تنبل و اینقدر پررو، اصلا گفت عملا اگه روز زورشون برسه، اینا هست میگن زورگیر تو خیابون با چاقو جلوت میگیرن پول ازت میگیرن، گفت اگه زورشون برسه اینا تو خیابون ازت پول میگیرن. گفتم بابا ما شنیدیم بچهای ایران اینجوری بلدن اونجوری میدونن، امیدمون به جوانانه. گفت آقا برو فکر نون بکن که اینا خربزه هستن، اینا آبن. یکیش این پیمان عارف عقب افتاده،
یادتونه درباره فخرآور و درباره باطبی و اون عکس تیتیش مامانی، اگه یکی داره عکس رو بفرسته، عکس زندانشون با لباس زندان گرفته بودن، بعد معلوم شد که اصلا این تو زندان نبوده. بعد ماجرای این آقای پیمان عارف، حتما برنامه دوشنبه رو برید نگاه کنید، یا دو قسمته، یعنی یه قسمتش آقای جانگیر شادانلو توی برنامه من هست که 2.5 ساعت اون برنامه است، یه برنامه است خود برنامه آقای جهانگیر شادالو رو مستقل، که دیروز 435,000 نفر روی تلگرام آمد نیوز رفتن دیدن. بعد آقای پیمان عارف برای من میسه 435,000 تا که همه نرفتن ببینن، میگم اولا این شماره که روی یوتیوب میبینی اونا اومدن کوچیکش کردن برای اونا با حجم کم فرستادن، بعدم آقا 2 نفر رفتن دیدن. شما بیا پاسخ بده به این سوالای آقای شادانلو که آقا خانم دوستان، شما هر قدر که از سیاست ندونید اقلا اینو میدونید که حالا فلسطین اگه دست آخونده نیست، لبنان اصلا پایتخت آخونده حزب الله، اون وقت شما میگی من از ایران فرار کردم، با خانمم تیتیش مامانی اومدم کجا؟ ترکیه. ترکیه به هم بد گذشته، فرار کردم رفتم لبنان. آخه به کلاغ گفتن منار فرانجا، گفت عزیز ما خندید، گفت یه چیزی بگو که بگنجه جا بگیره. شما رفتی لبنان، بعدم از لبنان رفتی یونان، حالا به من بهش میگم که آقای شادانلو داره راجع به شما حرف میزنه همین الان، میگه شما باید اینو استاپ میکردی، به من میگفتی من بیام صحبت کنم. میگم آخه مردک نادان، من چند بار قبلا هم سر اون ماجراها از تو دعوت کردم، تو هر دفعه در رفتی چون میدونستی که اینجا صندلی داغه، اینجا مثل بی بی سی نیست که پولشو دولت انگلستان بده یه مشت جد و گدوی پدر سوخته مادر قهوهی مثل تو رو دعوت کنن اونجا که وقتی یه مشت بدبختی رو بگذرونی. اینجا وقتی میای اگه وایسادی گفتی من زندان بودم، آقای فرهاد پارسی که خودش پدر سوخته یا همه پدر سوخته هاست به زنگ میزنه میگه کدوم قسمت زندان شیراز بودی، اگه گفتی تو قرنطینه بودم میگه اینجوری اونجوری، و شما پمشی مثل فخرآور در میری. دوست عزیزی که تازه با من آشنا شدی، از همین شما هم من چند مدت پیش خواستم که بیای مصاحبه کنی، گفتی انشالله خدمت میرسم. این انشالله خدمتتون میرسم، اون وقتا به یک کسی میخواستم بگن پدرتو در میارم، میگفتم خدمتت میرسم. حالا اینایی که به من میگن انشالله خدمتتون میرسیم، من به شوخی میگم منظورتون اینه که مثل ایران میخوای پدرمونو در بیاری یا مثل آمریکا؟ اوکی آی ویل سی یو. 3:30 ما با آقای جانگیر شادانلو مصاحبه کردیم، تازه جمعه ایشون تو ترافیک فرانسه گیر کرده نتونسته برسه پاریس. من بهش گفتم اب نداره دوشنبه بیا، از قبلشم به این پیمان عارف در تماس بوده میدونسته، حتی دیدید الان دست پیمان عارف رو کرده که خبرهایی که تو خبرگزاری فارس پخش میشه قبلش اینا تغذیه میکنن. دارید ببینید چه بچه گدایی، چه پدر سوخته های اومدن اینجا به نام فعالین حقوق اجتماعی، حقوق انسانی، فعالان نمیدونم سیاسی، بعد یکی عادت کردن به مفتخوری. حالا این خانمت ممکنه شرایط فرق کنه. یه نفر پارسال به من زنگ زد و گفت من تجربه رادیو تلویزیون اینها دارم. گفتم خب شما بیا برنامه بذار. گفت من کی بیام حقوق چنه؟ گفتم اصلا شما لازم نیست اینجا بیا، چون ما نه کسی رو میخوایم تو آفیس برامون کار کنه که فردا هم بگن آقا فلانی اومد تو خونهش تو آفیسش فلان، نه ما پولی داریم به کسی حقوق بدیم، شما برنامه تو ضبط میکنیم. مثل این خانم فرنوش عقیلی از هر جای دنیا که هستی میفرسی اینجا، بعد یه مدتی به دوستان میگید که دوستان اگه از برنامه من خوشتون میاد لطف کنید من رو حمایت کنید. آقا اونی که یه برنامه رو حمایت میکنه یعنی چی؟ یعنی پول داده به این طرف، پول داده به این تلویزیون که این آقا بیاد حرف بزنه، یعنی تلویزیون مردم. مگه ما 100 بار نداشتیم همین آقای عزیزان، فضائل عزیزان آمد اینجا صحبت کرد مهمون ما، بعد گفتیم دوستان این جوونه دانشجوه پول نداره، ولی اگه ببینید حرفایی که میزنه
حرفای دل شماست حمایت کنید. یا آقای به نام وحید کمک کرد چندین برنامه، کجاش اشکال داره؟ من افتخار میکنم. و این حرومزاده ها، این پدرسوخته ها، حالا که رسیدن به کشورهای آزاد، احمقا به جای اینکه بیان مثل من، مثل شما که رفتیم هزار تا کار درجه پایین انجام دادیم و آینده خودمون، آینده بچه‌هامون رو ساختیم، این کار رو انجام بدن، اولین کاری که میکنن، شما برین توی فیسبوکاشون عکساشون رو ببینید، لباساشون، ساعتاشون، وسایلی که استفاده میکنن، عکس خونه هاشون. از من و شمایی که 30 سال اینجا داریم کار میکنیم بهتره. همین خان آقای پیمان عارف عکساش با همسرش ببینید، بعد چه کارایی میکنن. همسره نمیدونم فلانی زنگ میزنه به عنوان یه خانم تنها، اینو اونو تو دام میندازن، بعد از نوشته هاش عکس میگیرن میفرستن. آقا ما نه الحمدلله دنبال زنت بودیم آقای پیمان عارف، به شما گفتیم آقای شادانلو پرسش هایی کردن ماجرای نامه زندانیان و همسر پیمان عارف، شما 2 دقیقه پاسخ بدید. سوال کردن مدارک لواسانی، 2 دقیقه پاسخ بدید. شلاق خوردن توهین احمدی نژاد ماجرای حشیش بوده، 2 دقیقه توضیح بده. روحانی به نام آرش هنرور خارج شدن از ایران و در شهر وان ترکیه شما سوء استفاده میکردید. 5 تا 6 تا سواله، ما میگیم 5 تا 2 دقیقه 10 دقیقه، حالا تو سر خودت بخوره، 5 تا 3 دقیقه 15 دقیقه. شما پر رو بچه گدا به من میگی که آقای شادانلو 1 ساعت حرف زد، من میخوام 1 ساعت حرف بزنم. میگم آقا او 1 ساعت درباره شما حرف نزده، درباره سمینار و درباره اون آقای شمس و درباره اون آقای دیگه‌ای که اسمش برد و اینها صحبت کرده و از شما 4-5 تا سوال کرده، اونم به این عنوان که شما گفتی که به این نرو چون اونا مامورن. حالا همونایی که میگه مامورن، دوستان برید عکساش ببینید، همین به اون آقا بوده. و اما ببرمتون سراغ امپراتوری دروغ. و از امپراتوری دروغ من امروز سوال میکنم و نشونتون میدم. اصلا اجازه بدید من این امپراتوری دروغ. خب در صورت خدا بیامرزه این عمه ما رو که ما دیر فهمیدیم این چه آدم خوبی بود، چه آدم مرتبی بود، چه آدم تمیزی بود. از صبح تا عصر جارو دستش بود دنبال ما، که هم تو خونه خودشون بودیم، دنبال بچه های کوچه تمیز میکرد. و این چون تو شرکت نفت آقاجاری و اینها به اصطلاح اونجا کار میکردن و اینها، یه سری مدل انگلیسی شده بود. یادمه به گوجه میگفت تماته، به بیمارستان میگفت آسپیتال، به کمد میگفت دولاب، نمیدونم میگفت رفتم وایسادم تو لین اینوری، بر لین اونوری بود. حالا ببینید دوستان، این امپراتوری دروغ، شما اگه جرأت داشتید اون وقت چیزای دیگران رو مثل ما که اینجا آزادانه اینجوری نشون میدیم، شما بیان نشون بدید و ببینیم شما، نه دیگه، شما واقعا امپراتوری دروغ هست. اسمتونو من نمیدونم، یعنی اینجوری گذاشتید که امپراتوری، اصلا این امپراتوری دروغ. دوستان شما من بگید یه تابلو فروشی که مینسه کلید سازی، خب کلید سازیه دیگه، امپراتوری دروغ امپراتوری دروغه. حالا زیرش نوشته جنبش مقابله با هژمونی رسانه‌ای غرب. آقا شما رسانه غرب میخوای هژمونی نداشته باشه، نفوذ نداشته باشه؟ احمق، برو تو شرق یک رسانه‌ای درست کن که مردم جلب بشن، جذب بشن. بی پدر و مادرها، شما که 38 سال 39 سال تمام تلویزیون ملی ایران، تمام رادیو تلویزیون های استان ها مال شماست، ولی انقدر احمق بودید که همه بیننده ها رو پروندید، همه رفتن سراغ رادیو تلویزیون ترکی، همه رفتن سراغ فیلم های قاچاق آمریکایی. خب بفرما، نوشته که امپراتوری دروغ را در تلگرامم فلان و اینجا عکس منو گذاشته، آمد نیوز گذاشته و اینها، و نوشته که اینجا براتون بزرگترش کنم که ببینید، 4 به 3 اینجا. حالا جالب اینه که من یه بار دیگه هم از این امپراتوری دروغ یه چیزی خوندم و همین حرفایی که امروز میزنم بهشون گفتم. گفتم اولا شما اگر میخواین دروغگوها رو مشخص کنید، بیاین خودتون بگید کی هستید.
نه که میخونم براتون دوستان درباره ما. اتفاقا به بعضی از دوستان گفتم آقا شما درباره ما نمیتونی بگی که این رسانه در صدد فلان هست. بگو آقا من کی هستم؟ من نوشتم آقا سوربی یه آدم ساده‌ای شیراز دنیا اومده، آلمان زندگی کرده، آمریکا هم داره زندگی میکنه، از سیاست چیزی نمیدونه و همین. خیلی ساده است. شما بگید کی هستی. حالا ببینید اینجا چی نوشته. خب این عکساره که گذاشته. من این احمق پیمان عارف رو میشناسم. این آقا یکیش باید فکر کنم روح الله زن باشه، یکیش باید دکتر شمس باشه. من اینا رو هنوز ندیدم، باشون مصاحبه نکردم، کل کل روی فیسبوک و اینها انجام دادم که نمیدونم حقیقتش چه افکاری دارن. برای من مهم نیست، اینها آزادن، هر فکری هر روشی دارن. و اما افشاگری ضد انقلاب بر علیه هم و کاسبی تلویزیون‌های لس‌آنجلس. اولا این احمقا، ما صد بار نوشتیم گفتیم سوربی با مردم ویرجینیا آمریکا. اینا نمیدونن واشنگتن ویرجینیا شرق آمریکاست، لس آنجلس غرب آمریکاست. حالا عیبی نداره. اختصاصی یعنی چی؟ اختصاصی به گزارش جنبش مقاله مقابله با رسانه‌های بیگانه امپراتوری دروغ. نگاه کن خودشونو بزرگ میکنن. یه بچه آخوندی که باباش میبینه که این ارزه نداره تو جامعه، اومده یه سیستمی را انداخته، یه پولی از دولت ایران میگیرن که اینا بشینن اینجا از صبح تا شب. چهار تا احمق هم مثل پیمان عارف، فخرآور، باطبی، نمیدونم دیگران، اینا هی به جون هم بیفتن، اینا براشون برنامه بشه. این شد پیمان دروغ. مرد که پدر سوخته، مادر به خطا، برو اون آقای خاوری رو وردار بیار که 300 نمیدونم چند میلیون دلار ورش رفته، بیلیون دلار ورش رفته. برو رهبرتون بیار که میگه کشش ندین، بگو کش تو صورتت بخوره احمد. خب حالا ببینیم چی گفته. پیمان عارف که بارها به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی با برنامه‌ها و پخش‌های مختلف در بی بی سی فارسی همکاری نزدیک و اینا، خلاصه مطلب اینه که درباره اونا هر چیزی گفته من کاری ندارم. اومد اینجا که آمد نیوز، ببینید دوستان 435660 تا ممبر داره. والا ما روی تلگرام این آقای حسین آقا خیلی هم لطف کرد و گفت بیا و رفتیم و اینها، گفتیم آقا 55 نفر آمدن. اینا حالا یا پول میدن ممبر میخرن یا مردم ایران دنبال این خبرها هستن، در هر دو صورت من نمیدونم. 435660 نفر رو داره و آمده این برنامه ای رو که ببینید، گفتم بهتون دو تا برنامه است، یکیش 2 ساعت خورده‌ایه، جز اون 2 ساعت خورده‌ای یکیش 1 ساعته، یعنی 59 دقیقه و 54 ثانیه، که آقای شادانلو به من گفت اگه میشه این رو جدا کنید، اسمش هم بذارید افشاگری جهانگیر شادانلو در مورد پیمان عارف، چرا شما را از ترکیه اخراج کردند و سال بعدی چرا شما به لبنان رفتید. خب اینا گذاشتن و بعد میاد تو اینها. بعد حالا اینجا جالبه دوستان، همون عکسی هست که من برای شما بارها گذاشتم رو وبسایتمون بوده، 1 ساعت برنامه زنده 100 دلار، 1 ساعت برنامه بازپخش 20 دلار. به این احمق و این حرومزاده بهش گفتم شما 15 دقیقه مهمون ما، گفت من بیشتر وقت میخوام. گفتم باید پول بدی. گفت یعنی آقا شادانلو پول میده؟ گفتم بله، اینجا همه پول میدن. چند بدیم؟ گفتم ایشون 100 دلار میده، شما چون میگی پول ندارم 50 دلار بده. خب حالا این چی بوده؟ دزدی منو رو کردی؟ احمقا شما برید اونایی که میگن ما پول نمیگیریم ببینید از کجا میگیره. و بعدم همین که اون آقای دیگه هم برای من نوشته بود که آقای سوربی این خوب نیست که شما پول میگیری. گفتم آقا من پول میگیرم با افتخارم، مالیاتش با آی‌آر‌اس میدم. اینجا هم شما وقتی بیای قشنگ لیستو نوشتم، این ماه از کی پول گرفتم
این ماه از کی پول گرفتم، ماه قبل از کی پول گرفتم، ماه قبلترش از کی پول گرفتم، همه را آخر سال با IRS یا اداره مالیات بر درآمد گزارش میکنیم. نه از این شامورتی بازیایی داریم که بیان بگیم که رفتم بیمارستان 30,000 دلار کم آوردم، شما بیان 30,000 دلار بدید. نه از این فیلمایی داریم که از تو اتاق اونوری یکی زنگ بزنه بگی شما فداکاری میکنید 2,000 دلار بهتون بدم، یه بدبخت دیگه هم احساس گناه کنه بگی منم 100 دلار میدم. بله افرادی هم هستن مثل آقای پتیک، دیروز دوباره برای من نامه فرستاده بود، والله اصلا من نمیدونم این آبونمان خودش برای خودش آبونمان درست کرده، آبونمان نمیدونم جولای و آگست، اصلا ما حالا تو ماه جونی. بهش میگم والله خیلی ممنون. بله کسی داریم که مخالف نظر منه، طرفدار پادشاهیه، زنگ میزنه کردیت کارتش رو میده 50 دلار 100 دلار 20 دلار 100 دلار 200 دلار، حتی بعض وقتا به خواهرش میگه توی آمریکا برای ما بفرستن. من با افتخار اعلام میکنم شماها برید بگید از کجا پول میارید. و همین امروز که گفتم 16 دقیقه قبل از برنامه رسیدم، بنده امروز صبح داشتم کار میکردم، همین آقایی که به من گفته جمعه میام به من گفت پنجشنبه میام، گفتم پنجشنبه من دارم تو واشنگتن فیلم برداری میکنم. چه اشکالی داره؟ شماها عادت کردین به تلویزیون دولتی ایران، چه زمان شاه چه زمان شیخ، ما عادت کردیم به تلویزیون آمریکایی. تلویزیون آمریکایی شما تماس بگیر بگو که من میخوام یه آگهی بذارم، از این مجاهدین سوال کن که آقا دوستان بیایید ایران را آزاد کنیم جلوی وزارتخونه وزارت امور خارجه، میگه 10,000 دلار بریز به حساب وای میسن پولت نقد بشه بعد فیلمتو میفرستن رو هوا. چی دارید میگید شما؟ من میگم این از سال 2006 همین قیمت همین روش رو تلویزیون مردم بوده و بارها گفتیم. برید برنامه آقای دکتر محیط رو نگاه کنید و ببینید چرا من برنامه‌اش قطع کردم. گفتم آقای دکتر محیط، بهش میگم آقای دکتر محیط ما برنامه شما رو مجانی پخش کردیم، بعد که دیدیم مردم دارن پول میدن حمایت میکنن به شما گفتیم آقا نگو به ما پول بدن، پولشو خودت بگی، داری پولو میگیری هفته 2,000 دلار 3,000 دلار، آقا من نمیتونم با هفته 150 با ماهی 150 دلار برات این کارو بکنم. بعد برای ما نوشت اکستورشن. گفتم آقا شما کلمه اکستورشن میدونی چیه؟ اگه میدونستی سوار خانمه نمیشدی تو مطبه لایسنس تو ازت بگیرن. اکستورشن یعنی باجگیری، زور، همون زور، چی میگن زور، زورگیری چی میگن تو ایران. گفتم آقا اکستورشن چیه؟ شما میری این فروشگاه میگه امروز یه همبرگر 1 دلاره، اون ور خیابون زده یه همبرگر 10 دلار، دوست داشتی از این بخر، دوست نداشتی برو اون بر بخر. شما که تو تلویزیون افغانیا برای یه ساعت برنامه 400 دلار 600 دلار 1000 دلار 800 دلار میدی، به اونا میگی شما باج گرفتی؟ بعد دوست عزیزی که برای من امروز نوشتی، حالا من بعد از این برنامه برات لینکو میفرستم که آقا خوب نیست، زنگ بزن به تلویزیون اندیشه، ساعت 800 دلار پول میگیره، افتخارم میکنه. اون آقای فروزنده بود اون موقع، نرخشو میفرستم بذار من براتون اگه بتونم یکی از نرخای تلویزیونا رو پیدا کنم براتون بفرستم. TV rate بفرمایید، advertising monthly rate، این که مال ما نیست که. اولا اگر من اولین تلویزیونی ام که آمدم گفتم پول بده، پس من خیلی نابغه هستم یه همچین روشی رو درست کردم. ولی بفهم این، بذار ببینم مین میسری جاش که مال کجاست. نگاه کن duration 15 second، 15 ثانیه، 15 ثانیه rotation time، 4 مرتبه در روز 600 دلار ازت میگیره، 6 مرتبه در روز 900 دلار ازت میگیره، 8 مرتبه در روز 1200 دلار ازت میگیره. اینها ما آمدیم با افتخار اونو گذاشتیم رو اینترنتمون بوده، رو وبسایتمون بوده. حالا کاش که این وبسایتمون رو نریخته بود به همین همین ما هنوز داشتیم ری، اون شاید هم باشدشون هنوز نوشته بودیم سرویسز اند ریت، یعنی خدمات ما و فلان. چه فرقی میکنه؟ مگه شما توی شرکتی که میری، مگه تو هوم دیپو که میری ننوشته لوله آب 25 دلار، مگه مکدونالد که میری ننوشته همبرگر 2 دلار، ولیو میل میخوای 4 دلار.
شماها که نرخ نمی نویسید بترسید، خجالت بکشید، بیاین به مردم بگید که اون وقت دوستای دیروزتون امروز میان لوتون میدن. اون یکی میگه از وزارت اطلاعات اسرائیل پول میگیره، این یکی میگه از وزارت اطلاعات ترکیه پول میگیره، اون یکی نمیدونه امروز تو بغل اونه، اون یکی امروز تو بغل اونه. 20 سال مستقل اینجا وایسادم. طرف گفت آقا بیا تا آشتید بدم با آقای رضا پهلوی. گفتم من با ایشون قهر نیستم، من از ایشون یه سوال ساده کردم. گفتم آقا شما قسم خوردی که شاه هستی، شاه هستی یا نیستی؟ حالا این دروغگو تنبل میگه من شهروندم، برو قسمتو پس بگی. و شما اگه میگی منو میخوای آشتی بدی، یکی از تلویزیونای مال لس آنجلس بود، بعدش ایشون اومد من نباید درباره شرف بزنم، بعدش میشه مثل تلویزیون کانال یک، حالا تا الان نمیدونم کانال یک، یکی از خطای قرمزش این بود که درباره اینا نباید حرف بزنی. و اون احمقی که اینجا بود مستقل بود، حالا برای 40 دقیقه 45 دقیقه برنامه در کانال یک ببینید چجوری خودشو فروخته. مردم میفهمن، مردم زنده هستن، مردم دارن لحظه به لحظه ما رو زیر ذره‌بین نگاه میکنن. من با افتخار عینکم هم در میارم که هیچ شیشه‌ای بین من و شما نباشه. بله در تلویزیون مردم 4 تا سرویس داریم، آگهی میفروشیم، وقت، ایرتنگ که بهش میگن میفروشیم، روی وبسایتمون و سرویس هایی که روی یوتیوب هست، روی فیسبوک هست، روی بالاترینه. آقا خودت بالاترین داری؟ برو بذار. نداری به من میخوای بگی بفرستم؟ من برای به گذاشتن اونجا $5 $10 $20 میگیرم. این کار جرمه، بنده رو گزارش کن به ایمان ور. ولی شما کاراتون جرمه که هی باید پولا رو بشورید، هی باید پولا رو زیر رو کنید، هی پولا رو باید ایران بفرستید، ایران یواشکی به شما بفرسه. و الا هر کدومتون سوالی دارید بیاید اینجا، مثلا نمیخواد بیاین اینجا، بیان تو هم اسکایپ با هم صحبت کنید. در صورت این بچه گداها از کجا اومدن؟ این پدر سوخته ها از کجا اومدن؟ وای وای، بلا به خدا به دور، بلا به نزدیک. این دعای و نفرین عمه ما بود که امروز تو مغز من اومد. و اما خب، مراسم تشییع جنازه شهدای عملیات تروریستی هفته گذشته جالبه که این بار توش مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و آل سعود میگفتن، مرگ بر آل سعود. آه بذار یه چی بهتون میگم، امروز ساعت 3 قرار بوده این آقای پیمان عارف بیاد، بعد برای من نوشت که آقا این شما نمایش میدی یا من نمایش بدم. من متوجه نشدم، گفتم چیه، ویدیوه؟ ویدیو نمیخواد که. بعد گفت نه، این چیزی که شما گذاشتی. یعنی چی؟ همون آقای شادانلو هم گفت که ایشون هم تهدید کرده که اگر نمیدونم بری من بعد میگم فلان اینجوری. اینا خیلی آدمای ساده، همشون هم سوسولن. نگاه کنید مثلا آقای فخرآور چه تیتیش مامانی بغل دست رضا پهلوی میاد میشینه، نمیدونم این ور ور، همین آقای پیمان عارف نگاه کنید پشتم شلاق زدن. آقا کسی که شلاقی زدن از بیمار از زندان که میاد بیرون، همون دم زندان وای میسه با نور و با عکس با صدا عکس شلاق میگیره. برید آقا اینقدر مردم دروغ نگی، خجالت بکشید. بله بعد گفت نه من نمیام، اگه بیام این آقای شادانلو بزرگ میشه. گفتم والله تا اونجایی که من میدونم همه آقای شادانلو رو چند سال میشناسن، من شما رو نمیشناختم. و اوکی اگه فکر میکنی اینجوری نه. بعد به من دوباره تماس گرفت، نه تصمیم گرفتم بیام. گفتم اوکی اسکایپ من اینه، شما عد کن تا جمعه چهارشنبه با هم باشین 15 دقیقه. بعد گفت که نه شما منو عد کن. حالا ببین اینا مثلا اگر من اونو عد کنم عکس میگیره سوربی منو عد کرد. تصور که من این کارو نکردم. گفتم آقا من اینجا وقت ندارم. خیلی از من، حتی آقای شادانلو شما نگاه کنید برنامه جمعه رو یا یه برنامه قبلیش، برنامه هفته قبلترش، ایشون قبلا به نام جهانگیر شادانلو بوده، بعدا اون فیسبوک یا اسکایپ اینا عوض شده کرده جهان شادانلو، برای که نمیدونم هک شده فلان شده. من هر کی میخواد بیاد میگم اسکایپ چیه، میگه ایه. رو اسکایپ اونم نوشتیم بدون تماس قبلی یا بدون قرار قبلی تماس ممنوع. چی ها من دارم که پنهون کنم؟ 10 تا تلویزیون تا حالا گفتن شماها کمک کنید، آقای شاهرخ خواننده اومد نشست بغل دست آقای امید امیدوار، شما پول که دادید ما می‌نویسیم $100 $200 $300 آخر ماه هم بهتون میام حساب پس میدیم. پولای مردم رو گرفتن، هیچ کم حساب پس ندادن.
تلویزیون رنگارنگ 80,000 دلار از مردم گرفت، رو ایران هم نرفت. من یک پنی از کسی ندا گرفتم. هر کی یه پنی طلبکاره بیاد 100 دلار بگیره. هر طرف ادعا کرده مأمور وزارت اطلاعات ایران بوده، آمده اینجا 600 دلارم وقتی که ما بهش اطمینان کردیم. تو سیستم آمریکا شما یه جایی که میری خرید میکنی، بعد چند بار که بری، اگه یه بار بری به کیفمو نیاوردم، بهت نمیگه نهاره رو بذار زمین، میگه خب ما شما رو میشناسیم، ببر فردا بیا. این آقای حمیدرضا ذاکری آمد دروغ گفت من پول فرستادم، میدونید که ما کشتی شکرمون رو آبه، کشتی آبمون تو شکره، پول فرستادم دوستم از اون وری بیاد از این وری بیاد، یه مش دروغ. ما گفتیم خب دیگه شما با ما داری کار میکنه اب نداره. 3 تا 4 تا برنامه گذاشت 600 دلار اونم خورد و رفت. اونم مثل شما همین حرومزاده بازی ها رو در برد، چون اونم تو سیستم ایران بزرگ شده. در صورت دوستان، این آقا وقتی که دیروز این برنامه رو گذاشت، من به آقای شادملو هم گفتم ایشون نمیاد، چون میدونه که اینجا این صندلی داغه، این صندلی ببخشیدا هر بچه فلانی نمیتونه بشینه روش، باید فلانت سالم باشه تو بتونی تحمل کنی. اینا فلانشون پاره‌پوره است. چی دارید میگی؟ چی میخواین از این مردم بدبخت؟ بلند شدن ولت کشورشون رو ول کردن اومدن اینجا، شما اومدید این ور آب. حالا اینا که این ور آب نمیدن، همون دوربر ترکیه و یونان، مردی که میگه من به شما نمیگم یونانم، یا گفتن تو هر مسترایی میخواد باش، اینم دلیل ترستونه بدبختا. همین که شما جرئت نمیکنی به دوست و به فامیل و به غریبه و آشنا بگی کجا زندگی میکنی، دلیل ترسته. بله شما بیا ویرجینیا و هر کسی بگو میدونه سوربی کجا زندگی میکنه، تو اینترنت هست، 100 بار گفتیم کجا هستی، 100 بار گفتیم کجا زندگی میکنی، ولی شماها این مخفی بازی ها. برای به اشتباه گفته من یونانم ولی من لبنانم، به گور پدر تو و لبنان و آخوند و امپراتوری دروغ و همه تون کرده. امپراتوری دروغ دوستم ببینم درباره ما چی نوشته، نگاه کنید، بیارم اینجا براتون که ببینید. روی 3 اینجا 3 درباره ما، بله آقای بابک نشته پیمان عارف اصلا شلاق نخورده و همه صحنه سازی بوده برای اینکه به خارج بیاد و این بازی ها را در بیاورد. ممنونم. بهرنگ نوشته پس باید ریشه را از ته زد. آره، یکی از دوستای من میگه ای کاش یه بمبی بندازیم رو ایران، یه جورایی بشه مثل آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، شاید اون موقع بشه از نو درستش کرد. دوستان، این امپراتوری دروغ که اسم خوبی برای خودشون گذاشتن. آره، اسم رو خوب انتخاب کردید. شما امپراتوری دروغ هستید. نوشته درباره ما، امپراتوری دروغ صفحه‌ای مردم نهاد است. این من یا حرف یاد شاه میندازه. شاه نمیدونم موهبتی، پادشاهی موهبتی است الهی که از طریق مردم به ما داده شده. آقا این مزخرفات چیه؟ خدا کی موهبت پادشاهی رو داد به مردم و مردم دادن به شما؟ ببین اولین جملهش دروغه. نمی‌نویسه من بچه فلان آخوندم، نمی‌نویسه من شوهر دختر فلان آخوندم، نمی‌نویسه من بچه‌ای بودم که تو کلاس قرآن فلانی به هم تجاوز کرده، گفتم میخوام شکایتت بکنم، گفته بیا آقا بی این پولا رو بگی بر این سایتو باز. امپراتوری دروغ صفحه‌ای مردم نهاد است که به واکاوی و تحلیل سیاست و موضوعات پشت پرده رسانه‌های بی بی سی فارسی، فخش فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه من و تو و سایر رسانه‌های فارسی زبان که سعی در کانالیزه کردن ذهن مخاطبان دارن خواهند پرداخت. اولا خدا رو شکر که ما بدون بودجه انگلستان بی بی سی، بدون بودجه وزارت امور خارجه وایس آف امریکا، آمدیم جزو این رسانه های ایرانی. ولی دوستان، شما برنامه های تلویزیون مردم رو دیدی؟ ما هیچ وقت هدفمون این بوده که کانالیزه کنیم. کانالیزه کردن یعنی شستشوی مغزی بیننده و شنونده در جهتی که اون گوینده دوست داره. ما که هر وقت اومدیم اینجا گفتیم اونی که با ما موافقه لازم نیست تلفن بزنه، لازم نیست بنویسه به به چه چه، اونی که مخالفه بیاد مهمون من، بیاد بشین اینجا. یا آقایی هم از استرالیا به نام آقای شهافر میاد میگه من مهمون شما هستم، میگم بیا اینجا
وقتی میاد اینجا ما بهش میگیم آقا این سفری که اومدید اینجا که ما مخالفش هستیم چه گذشت؟ میگه حالا بذار من اول از رضا شاه بگم. میگم آقا این چه مزخرفی میگی اینجوری؟ بله برو دنبال کارت، برو هم استرالیا برای خودت حرف بزن. خب هدف امپراتوری دروغ آشکار نمودن ماهیت حقیقی این شبکه ها و گردانندگان آنها برای مخاطبان فارسی زبان در سراسر جهان است، به امید بیداری اندیشه ها و مبارزه با تهاجم رسانه ای غرب. احمقا، شما دنبال بیداری اندیشه های بیننده ها هستی؟ شما بیننده های ایرانی رو محدود کردید به کانال پشم شیشه یا سیاه یا سفید یا بچه این آخوند یا بچه اون آخوند یا فلان شب سوار نمیدونم فلان بشید تا بچهتون سید بشه، فلان شب فلان کنید یا زنتون رو ببرید بدید به فلان سید که بچهتون فلان بشه. برید گم شید، خجالت بکشید، بدبختا. این امپراتوری دروغ دوست، اینم تبلیغ مجانی. و من سر بلند افتخار میکنم آقا همین آقای بابک هروی پول میداده به تلویزیون ای2، نمیدونم ازش دعوت کرده بودن نه. من یه در برنامه‌ش رو دیدم آقا یه آدمی رفته 15 سال تحقیق کرده. بهش گفتم آقا بیا یه مصاحبه مهمون من. بعد از این مصاحبه گفتم آقا این برنامه ما اینجوریه، اگه دوست داشتی این برنامه میتونی بخری بیاد. آمد برنامه خرید، برنامه اجرا کرد رفت. این کجاش اشکال داره؟ ای خاک بر سر من بیننده ایرانی که به تلویزیون مردم که قشنگ میگه آقا ساعتی 20 دلار، ساعت 50 دلار، ساعت 100 دلار، آگهی 1 دلار، 3 دلار، 5 دلار ایراد بگیرم، ولی به آقای فخرآور نگم آقا شما چجوری زندگی میکنی اینجا؟ شما که دیپلم داشتی رفتی گرفتنت، بعد اومدی چجوری شدی دکتر؟ یه دفعه دکتر داشتی، حالا هر چی تو سرت بخور، چجوری تو دانشگاه آمریکا درس میدی؟ بله دو تا داداش من استاد و استادیار دانشگاه آمریکا بودن. آقا مدرکشون هست. این جورج واشنگتن وقتی رفتیم توی وزارت امور خارجه ایران سال 1982 ارز چی میگن ارزشیابی، مدرک تو از اینجا میبری میذاری تو وزارت علوم، اونجا ارزشیابی میکنن. خانم نمره های داداش من رو که دید که دو سال از من بزرگتره گفت تو دیوانه شدی اومدی ایران؟ گفت خانم اونجا نمیدونی چه خبره، نمیدونی چجوری با ما رفتار میکنه. البته همین داداش ما آمد ایران، وقتی آمد ایران استاد دانشگاه پهلوی شیراز، به یه سال نرسید گفت من اگر برگردم همون آمریکا باسبویی کنم. باسبویی از گارسون کارش پایینتره، مقامش پایینتره، کارش بیشتره، زحمت بیشتره، یعنی لیوانا رو ببرم، بشقابای کثیف رو ببرم اینا. گفت دیگه برنمیگردم ایران. آقای امپراتوری دروغ، بدبخت، یه نگاهی به خودت کن، یه نگاهی به بابات کن. دوستانی که به عنوان دوست با من تماس گرفتید، من با افتخار برای همتون، اصلا همین الان رو فیسبوک میذارم، بیا آقا دوستان این زیر، نمیدونم چرا رو صفحه شخصیمون نمیذاره عکس بذارید، یعنی به عنوان کامنت نگاه کنید. دوستانی که او امروز سعید برای من نوشته کامنت های منو تو پاک کردی، نه والله من اصلا وقتا یادتونه میگو روح من خبر نداره. نگاه کنید دوستان، من اینجا تو وبسایت توی فیسبوک خودمون میام این پایین، اینجا نمیتونم چیز کنم و برید همینجا پایین ببینید چند بار ما آگهی زدیم که شما هم میتوانید با هزینه کمی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. برید همینجا ببینید شما چند بار من حتی به این و اون توضیح دادم که چرا باید پول برنامه ها رو بدیم. حتی تعریف کردم که آقا من دبیر هنرستان که بودم روزای جمعه، اون وقتا اولش یه چیزی اومده بود مثل سپاه دانش و اینها، جهاد سازندگی میخواست از این و اون که برن درس بدن، و من تعریف کردم که آقا وقتی میری درس میدی اگه بچه گرسنه نشه شما نمیتونی بگی من زحمت کشیدم از شهر اومدم اینجا تو پای من بشین. باید چیکار کنی؟ براش نهارم ببری، براش کشمشم ببری، براش چیم ببری. در هر صورت خوبیش بگی که همه چیزای ما اینجاست و شما اینجا میبینی دوست عزیز. ما نه فقط به این آقا گفتیم شما باید پول بدی، آقا دکتر رزمارا، آقای خانساری، آقای دکتر کاظم رنجبر، آقای هر کی شما بگید، هر کدومشون فهم و شعور دارن، خب وقتی میان برنامه میذارن لطف میکنن یه حمایتی هم میکنن. اونا کیان؟ اونا ما به عنوان مهمون وقتی دعوتشون میکنیم، خودش وقتی میاد بعد از برنامه میبینم آمده نوشته سپورت،
این آقای چمنارا یه فیلم میفرسه، اگه برنامه زنده باشه $100، اگه برنامهش از قبل ضبط کرده باشه $20. همیشه هم گفتیم، من هنوز نمیدونم، بازم باید توضیح بدم، میخواستم اینو براتون بگم. خدای آدم یادش میره اصلا، یعنی واقعا زبون آدم بند میاد که دوستان بعد از 38 سال ما تازه به اینجا رسیدیم. خب بیاین این سوربی خیلی جالب ها، بعضی مثلا ببینید این یکی میتونم عکس بذارم زیرش، نگاه کنید اینجا الان براتون عکس میذارم، بفرمایید MTV رید. بیا آقای پیمان عارف اینو برو بگی، بعد به اونای دیگه نشون بده تا اونا هم بهت بگن خب ما عجب احمقی هستیم که به توی عقب افتاده پول میدیم. سلام من هستم. بله آقای جهان شادانلو هم اینجا هستن دوستان. خب ما میدونستیم آقای شادانلو که ایشون نمیاد، چون شما سوالایی که کردی، آقا دیروز اینجا سناتور مجلس آمریکا که الان به اصطلاح دادستان کل کشور آمریکا هست، آقای جف سیشنز اومده بود اینجا، اونم چون مردم سوال میکنن، سوالای مردم درسته، تازه وقتی اومده همش میگه یادم نمیاد، نمیتونم بگم، یادم نمیاد، نمیتونم بگم. آقا اینا افعی شدن، اینا مار خوردن افعی شدن. 20 سال طرف سناتوره، صحبت از سناتورها. فردا شب قراره یه بازی بین تیم بیسبال ریپابلیکنا جمهوری خواها با دموکرات ها باشه، و امروز صبح داشتن تمرین میکردن، یه آقای 66 ساله اخبار زد و نقیز بود، مشخص نبود، یه آقای 66 ساله صبح میاد تو زمینی که اینا 6 صبح داشتن تمرین میکردن، اینها میبنده همه رو به رگبار، یه پلیس تا حالا کشته شده یا یه نفر کشته شده، خود اون کسی که تیراندازی کرده 66 ساله کشته شده، چند تا سناتور و اینها زخمی شدن. و جالب اینه که میگه اومد از مردمی که اونجا بودن پرسید که امروز ریپابلیکن ها بازی میکنن یا دموکرات ها، و وقتی که فهمید ریپابلیکن ها هستن تیراندازی کرد، و گویا این یکی از طرفداران ترامپ بوده. دوستان یادتونه من گفتم اولین کسایی که از ترامپ ناامید میشن، دوتا چی گفتم؟ یکی گفتم خیلی خوشحالم که ترامپ برنده شد، چون اگه ترامپ برنده نمیشد طرفدارای این که یه عده بی سواد و بی دندون مال وسط آمریکا هستن، همشون اسلحه دارن، اینا شما فکر کردی آروم می نشستن؟ ولی گفتن از این لحاظ این یه خوبی، یه خوبی دیگه که داره اینه که همه اینا هستن که الان باید پول بیمه رو که اوباما بهشون مجانی داده بود حالا باید بدن، حقوقشون چی نمیشه، اون وقت نمیدونم معادن زغال سنگ و اینا دیگه اصلا امکان نداره را بیفته به اون روزا و اینا، اینا هستن که بر میگردن. و حالا کی باشه که یه بلای سر این آقای ترامپ بیارن، ترامپی که طرفدار اسلحه هست. من طرفدار اسلحه هستم، ولی نه طرفدار این اسلحهی که این داره. حالا بابک میدونه، بابک M4 بوده چی بوده، من دیگه از ایران که اومدم بیرون از اون G3 و اوزی، اونجا میگفتیم یوزی و M1، ما اونجا M1 داشتیم بعد G3، البته M1 دوره داداش من بود، ولی برای ما هنوز تیراندازی میکردن چون چند تا تیر مونده بود میخواستن به اصطلاح تموم بشه. دوره ما تو هوابرد G3 بود، بعد ما چون هوابردی بودیم و با شهربانی توی حکومت نظامی باید چیز میکردیم، G3 های کوتاه هم بود که هم برای پرش با چت که میپری تفنگ اینقدی نباشه، هم برای وقتی نگهبانی میدی وای میسی، اینها خیلی کامپکت و اینها هست. حالا این M4 چی هست ببینیم، اگه بابک هست بهمون بگی. بهرنگ خود آها ببینیم چی میگه، من نمیدونم. دعوا نکنید آقای علی ترابی دوست عزیز، نوشته بابا ما خودمون گرگ و گرگ کردیم، تو که تخم سگم نیستی. من نمیدونم این به کیه. چی شد آقای سوربی، آقای پیمان، آقای جهان؟ پیمان قرار بود ساعت 3 بیاد، ولی شما چرا؟ شما که میدونی نمیاد، این 7 دقیقه دیگه قراره بیاد، ولی من از قبلش میدونم نمیاد. بفرمایید من حالا اسکایپم روشن میکنم، ولی این نمیاد. آقا اینا مادر قهده هستن، اینا باید برن بگردن باباشون رو اول پیدا کنن. شما برو رو وبسایتش، برو عکساشو نگاه کن، خانمشو میندازه اینجا، بعد این خانم شب که اون خوابیده با 4 تا دیگه دارن چیز میکنن، بعدم میاد دازه دنبال وکیل میگرده رو فیسبوک که بره حالا دولت ترکیه رو سو کنه. کسی که پناهنده است از ایران در رفته
میاد ترکیه وای میسه با نظام ترکیه فوش میده، بعد میخواد نظام ترکیه. آقا شما دیگه چرا آقای شادارو، شما که از اینا تو اروپا زیاد دیدید، مگه اون برادر فخرآور هم فرانسه یا پاریس نبود؟ خب ببینیم چی میگه آقای عزیزان. هم اینجاست آقای عزیزان، قرار شد برای ما از این میتینگ، یادتون وقتا تو ایران وقتی یه نفر یه بازی لوسی رو شروع میکرد میگفتن آقا جمعش کن میتینگ در نیاد، ما که نمیدونستیم میتینگ یعنی چی. حالا اومدیم اینجا فهمیدیم میتینگ یعنی دیدار، ملاقات. بعد فهمیدیم که بابا اون میتینگی که اونا میگفتن منظورشون میتینگ های فخرآور بوده، منظورشون میتینگ های آقای سینا دبستانی و فضائل عزیزان و نمیدونم پرچیزاده بوده. آقای عزیزان تا دیر نشده خودت رو از کثافت اینها تمیز کن، بیا بگو که کی بهت تماس گرفت، پول بهت دادن، مخارجت رو دادن، هیچ تعارف هم نداره. من یادم شما وقتی هم که اون آقای دکتر صالحی‌نیا و اون آقای آذری و اینها خواستن که شما بیای اینجا، شما گفتی آقا من لاستیک ندارم، بنزین ندارم. اون گفت من برات لاستیک میخرم، اون گفت برات بنزین میخرم، اون گفت وقتی اومدی تو این اتاق بخواب. شما هم باید سربلند باشی، ولی اگر پول بگیری نتونی بگی پول گرفتم باید خجالت بکشی. و چقدر روز مناسبیه که الان موقعیت من، این ماجرای امپراتوری دروغ، این تصویر، خود همین آقای عزیزان ازش بپرسید. من چند بار بهش برنامه مجانی دادم، ولی وقتی که دیدم برنامه‌اش خوبه بهش گفتم آقا شما طرفدار داری، به طرفدارات بگو اونها برنامه بدن، من یه سری حمایت میکنم. و همم این برنامه رو داشتم. اون خانم نیلوفر گفتم شما بیا 4 تا برنامه داشته باش. بعد دیدید یه نفر زنگ زد $500 براش فرستادن، $600 فرستادن، $1000 فرستادن. افتخار میکنم. شما چی؟ شما میتونید به این قشنگی افتخار کنید؟ و نه ها شادان رو کجا بیاد؟ اینا آقا تهشون باد میده، تهشون خرابه. چی میگن؟ بله دوست گرامی شما لطف بسیار دارید. شاید بهار میبود که روشن تر می نوشتم. بله خیلی ممنون. یه دوست یه چیزی نوشته بود، نوشتم آقا انتخابات ایران تموم شد دیگه، تو رو خدا به فکر امروز و فردا باش. شما دیگه 2-4 سال دیگه میخوای راجع به انتخابات صحبت کنی، به فکر انتخابات آینده باش. این نوشت اتفاقا من درباره انتخابات آینده نوشتم. نوشتم خب پس من از شما پوزش میخوام. متوجه نشدم درست. اوکی خب بریک لیگ آمریکایی‌ها وقتی بهشون میگی من میخوام برم برنامه دارم، اصطلاحه. چرا میگن break a leg نمیدونم، میتونم پیدا کنم یا بگم. نمیگن مثلا good luck، موفق باشی، برنامه خوبی داشته باشی. میگن برو پا بشکن. حالا پای خودت بشکنه، پای دیگران بشکنه. الحمدلله تا امروز پای ما نشکسته و هنوز رو دو پای خودمون هست. دوستان این خیلی خوبه. شما نمیدونید من دیروز داره چقدر خوشحالم که نه پول از آقای رضا پهلوی میگیرم، نه پول فخرآور برام یواشکی میاره، نه پول آقای نمیدونم فضائل عزیزان از یه جایی برام میتونه بگیره. اگه بگیرن بیارن اعلام میکنم. من تلویزیونی هستم که گفتم آقا اگه میتونید از یه جا پول بگیرید بیارید 25% بهتون کمیشن میدم. چی میگی آقای فلانی، حالا اسمت شاد نخوای بگم، چی میگی آقا زشته، چه زشتی داره؟ اون وقتا میگفتن دزدی و هیزی. هیزی که میدونیم چیه، دزدی. من دزدی کردم نه هیزی کردم، دارم کار میکنم، زحمت میکشم. اینجا که نشستم الان پنکه اونجا روشنه، با اجازتون من اینو باز کنم. گرم بیرون 95 درجه، دارم کار میکنم، زحمت میکشم. این قسمت پولش از جیب خودم میاد، قبلش داشتم کار میکردم، پولش دادم و نشستم اینجا. ولی فردا اگه شما زنگ زدی، فردا اگه آقای شادارلو گفت من جمعه برنامه میخوام، میگم آقا بفرست بیا. بنده خودم تا حالا هر وقت برنامه داشته پولشو فرستاده. خیلی هم ممنون از خوش حسابیش. کانون آوا یه عده پناهنده که از شر مجاهدین اومدن بیرون، حالا هفته ای پول جمع میکنن. دیدید طرف اومد گفت آقا من اینجا نونوا میکنم تو رستورانم، آسینش زد بالا، تمام اینجاش سوخته بود. برو خجالت بکش آقای پیمان عارف، پشتت ممکنه یه چیزی دیگه زده باشن، ولی فکر نمیکنم شلاق زده باشن. همون شماها پشتتون یه چیزی زدن که اینقدر پررو شدید که میان از تو دبی، از تو هتل براتون میدارن میارن. خب آقای بهرنگ پیر زمان بین، من نمیدونم آقا شما با کی هستی. بهرنگ بیا تو سایت من بگو ایتیست یعنی چی. آقای علی ترابی قربونت برم، نگاه کاکو
شما شیرازی هستی، هر شهری من هستی. آخه من دارم راجع به امپراتوری دروغ صحبت میکنم، شما راجع به خدا و فلان. آقا یه برنامه بگیر از طرف کلیساتون، هفته یه بار بیا سر همه رو ببر راجع به خدا. هی بگو خدا 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 خدا. آقا این ولمون کن، من با عزتتون پاک کنم. ببین از دوستم شروع میکنم، بهرنگ تخمه کی هستی؟ آقا تخمه هر کی میخواد باشه بابا، خودمون طول سگیم گرگیم. خب دوستان عزیز، این آقای بهرنگ گرگه، بهتون تبریک میگم. آقای سربی چی شد اینو میذارم، بهرنگ بیا تو سایت من اینو پاک میکنم، دعوتتون کرده برید تو سایت اون و این کار خوبیه. بهرنگ مدرکت بذار در کوزه آبشو بخور. من اصلا نمیدونم شما ها از کجا همدیگر رو میشناسین یا یه چیزی میدونین که اینجا پیدا نیست، اینم پاک میکنم. راستی این مدرکت رو بذار دم کوزه آبشو بخور یعنی چی؟ بله امروز مهم نیست چه مدرکی داریم. من اصلا ببین شما تو رو والا کاش میشد این فیسبوک دیسیبل کنیم، دیسیبل یعنی از کار بندازیم این کامنتا رو، چون ما اینو استفاده میکنیم که آقا من اگر یه سوالی کردم، اگه گفتم یه نفر اگر این عکس آقای فلانی رو داره تو بغل آقای فلانی که با هم دوست بودن نمیدونم چی چی به هم قرض میدادن امروز دشمنن، بفرستین بیان. و یادتون باشه امروز یه نفر من گفت آقا من فلان جا کار میکنم تو فلان قسمت آمریکا، گفتم آقا اینو به من گفتی، منم نشنیده میگیرم. به دیگران نگو، اونایی که امروز دوستتن فردا دشمنتن، فردا لود میدن میره ایران گزارش میدن میگیرنت. اون دفعه بهتون گفتم من یه برنامه 2 ساعته گذاشتم، تنها تلویزیونی هم که گفتم مردم بیاین مستقیم هر چی دلتون میخواد به دفتر حفاظت بگید. بچه های دفتر حفاظت هم اون موقع نشسته بودن گوش میدادن که ببینن مردم چی میگن، مردم هم فوش میدادن. یه نفر اومد گفت آقا من مخالف این پدرسوخته ها هستم از اول تا آخر، ولی میخوام یه حرفی بزن. گفتم بزن. گفت آقا پدر من فوت شده بود و من با عصبانیت که پدرم فوت شده، شناسنامه ندارم، گذرنامه ندارم، این چه مملکتیه که من تو مرگ بابام هم نباید باشم، اینها با عصبانیت گوشی رو برداشتم زنگ زدم به دفتر حفاظت. گفت یه آقای اونجا گوشی رو برداشت، سلام علیکم برادر بفرمایید. بهش گفتم من برادر تو نیستم، من آقا میخوام برم ایران باید چیکار کنم؟ گفت آقا باید پاسپورت داشته باشم. گفت ندارم. گفت بهم گفت آقا تو چرا اینقدر عصبانی هستی؟ گفت پدرم مرده. گفت بهت تسلیت میگم، منم پدرم مرده و تازگی هم مرده، درد شما رو میفهمم. گفت اینی که گفت من آروم شدم. بعد گفت حالا صبر کن، من 2-3 تا حالت میگم، شما اگه خواستی برات این کارو میگم. شما اگه وقت نداری و میخوای سریع برسی به مراسم کفن و دفن و ختم پدرت، یه نامه ما به شما میدیم از اینجا که با پاسپورت آمریکایی میری تا اروپا. اروپا که جلوتو میگیرن میگن حالا که شما میخوای بری ایران، اگر رضا پهلوی بیاد باید کاغذ نشون بدید برید ایران، یادتون باشه تهدید کرده اینو گفت. گفت اونجا این کاغذ رو نشون میدی میگن برو ایران، تو ایران دوست داشتی وایسا کارت ملی تو بگیر، شناسنامه تو بگیر، پاسپورت ایرانی تو بگیر، دوست نداشتی با همون کاغذ برگرد بیا. گفت بهش گفتم خیلی ممنون دیگه. آدم چی بگه آقا، اینا که دشمنت نیستن که، اینا یه عده کارگری هن و کارمندی هن واسن کار. گفت که بهش گفتم که من پروازم نمیدونم از تگزاس میام واشنگتن، از واشنگتن میرم فرانکفورت فلان اینا. گفت که خب ما آدرسمون اینه. گفت آقا من گفتم من 3 ساعت تو واشنگتن، من 3 ساعت چجوری بتونم بیام دفتر شما اون موقع شب و اینا. گفت دوست عزیز ناراحت نشو، من از تو وقت خودم برات اینو میارم. پرواز چیه؟ گفت پرواز فلان. کدوم فرودگاه هستی؟ همین دالاس ایرپورت. ببین آقای پیمان عارف، وقتی من میگم دالاس ایرپورت یعنی من نزدیک دالاس ایرپورت زندگی میکنم، بنده 22 دقیقه تا وایت هاوس فاصله دارم، هر وقت خواستی بیا، از هیچ کم نمیترسیم. این همه مجاهد دشمن داشتیم، چون حرفمون حقه، مردم میبینن آقای نیاره حرفشو میزنه. آقای رجبی از سوراخ بیا جواب بده، آقای رضا پهلوی از سوراخت بیا بیرون جواب بده، و تا حالا هیچکی نیومد. خلاصه گفت حالا ما یه مقداری کام داون شده بودیم، خون سرد شده بودیم، گفتیم خب خیلی ممنون و شما که میای چی چی اینا. گفت خب شما که اسم و فامیل تو به من گفتی، ولی من که میام اونجا اسم من ابوالفضل و منم تو برنامه مسخره کردم، گفتم والا اونایی که دست دارن و دو تا دست دارن که به هموطناشون کمک نمیکنن، ما مگر ابوالفضل بی دستی پیدا بشه و این بیاد کمک کنه. مدت ها گذشت،
که در تو خیابون توی جشنی بود، آقایی به نام ابوالفضل مهرآبادی اومد با من سلام علیک کرد و گفت آقای سر منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من ابوالفضل مهرآبادی هست و من همون ابوالفضلی هم که نامه رو بردم به اون بیننده شما دادم رفت ایران و من زمنان یه جورایی هم شیرازی هستم، خودم لور خرم آباد هستم ولی خانمم شیرازیه و خودم رو شیرازی میدونم. از اون به بعد ما با هم یه سلام علیکی اگه یه جا ببینیم و اینها سلام علیکی انجام بدیم. و جالب اینه که یه آقایی باش بود، الان فامیلیش یادم رفته، گفت آقای سوربی شما میدونی من کیم؟ گفتم نه. گفت من فلانی هم. گفتم خب. گفت من وقتی شما هنرستان شیراز آمدی و دیگه بر نگشتی، آقای پیشاهنگ و آقای شمس من رو استخدام کردن به جای شما. گفتن یه دبیری داشتیم رفته، حالا یا در رفته هرچی، من به جای اونه. ببینیم آقا بهرنگ چی نوشته. دوست گرامی، من فقط داشتم با مهربان ناظم حرف می زدم، این دوستمون آمد ما رو. ببین عزیز من، آقای بهرنگ گرامی، اگه من اینجا دعوتتون کردم امروز، گفتم بیان خونه من، بابای من فوت شده، دور هم باشه، شما اگه اومدی نشستی اینجا، آقای علی ترابی اومد نشست اینجا، میدونم تو بعضی مجلس‌های ختمم شوخی میکنن، جوک میگن، اتفاقا میگن آدمایی که خوب بودن وقتی میمیرن تو مراسم ختمشون همه خوشحال و خندان و اینها هستن. ولی عزیز من، اگه شما اومدی اونجا، اونجا که وای نمیسی به یکی دعوا کنی سر یه چیزای مزخرف دیگه، اقلن سعی میکنی تو حول و حوش مرگ بابای من و نمیدونم مرگ فامیل خودت صحبت کنی. ما اینو میخوایم بگیم آقا اینجا شما به من بگو، من اعلام میکنم دوستان بعد از برنامه من برید صفحه آقای بهرنگ پیر زمان دین، برید صفحه پیر زمان دین و دنباله برنامه و فوش و فضیحت و منطق و غیر منطق و مذهب و غیر مذهب اونجا ادامه بدید. آقا یه چیزی یاد بگیریم. این برنامه بیلما رو نگاه کنید، میاد صحبت میکنه، جوکاش میگه مونولوگ، بعد میره سراغ مهمونش، این مهمون رو تموم میکنه، بعد میاد سراغ پنل، سه تا مهمون اونجا، بعد یه مهمون دیگر میاره، بعد 1 2 3 4 5 تا رو آورده، خودش هم 6 تا مصور انجام میده، بعد میاد اون نیورول یه هم چیزی میگه، بعد میگه حالا بعد از این میریم تو یوتیوب. تو یوتیوب شما میتونید این بغل بنویسید، اون بغل هم بله، یکی میاد میگه نمیدونم آقای بیلما شما نمیدونم وطن فروش هستید، سال 2001 اینجا همه میگفتن آقا این بزدلای ترسو آمدن زدن به این ساختمون، این بدبخت حرف دلش رو زد، گفت اینا بزدلن که از زندگیش گذشته، اومده یه سال دو سال اومده توی کشور دیگه یاد گرفته، هواپیما پول داده زده به این، کاری که کرده خراب غلط، ولی این بزدله. اون وقت ما بزدل نیستیم که از لاس وگاس میشینیم با این چی میگن جوی کنترل چی بهش میگن، از اونجا بوژ یک چیز میفرستیم بالای عروسی 100 نفر رو میکشیم، کردنش بیرون، برنامهش هم تعطیل کردن. بابا ما هم حرفمون اینه، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. حالا شما میخوای مهمون من باشی یه دفعه راجع به دین صحبت کنی؟ همین علی آقا گفت یه نفر یه خانمی قرار شده بیاد راجع به دین صحبت کنه، گفتم علی جان بهش بگو بره برنامه منو ببینه بعدن بیاد، نیومد. حالا علی میگه من میام، بهش میگم علی جان یادت باشه دوستیم، ولی وقتی اومدی صحبت کردی از منظر دوتا مخالف با هم صحبت میکنی، نه دوتا دشمن. امیدوارم بعد از برنامه هم دوست بمونی. ما حرفمون اینه. در صورت ممنونم همین که شما اینجا هستید، خیلی ممنون و متشکر. و خب ما اگه بیننده نداشته باشیم که برای عممون که مرده که نمیام برنامه چیز کنیم، حالا هرچی هم عمم خوب بوده و گفتم اینجوری بوده و اینها این بچه گداها کرد. بله ایشون نوشته دوست گرامی، من فقط داشتم با مهربان ناظم حرف می زدم، این دوستمون آمد ما رو به دوئل دعوت کرد و منم جوابشون رو در کمال ادب دادم. امروز بسیار افرادی هستن که در خلا مسائل بزرگ وارد می شوند و کل بحث را به بیارائه می کشند. باید دیگه جلوی کسانی که در براندازی رژیم خلل وارد می کنند زیر دست پا له می شوند. خب شما که داری با یه همکاری می کنی، بحث ما رو به بیراهه کشیدی.
خب ببینیم که این روی اسکایپ کیه. آقای شادانلو. آقای عارف میگوید با من تماس بگیر. من با عارف تماس بگیرم؟ بفهم چاش عارف الان دارم تماس میگیرم. شما با هم صحبت میکنین؟ این آقای پیمان عارف دوستان بهتون فیسبوک و چی رو نشون بدم. تو آقا چقدر بچه هستی آقای شادانلو، آدم بولدر و ماشاءالله سیویل و اینجوری اینها، ولی به نظر میاد که دل تو اینها خیلی صاف صاف و ساده است. اینها آقا اینها یه مش حالا ما زنگ میزنیم باش چیز نمی. اوکی آقای عارف. آقا من تصویر شما رو ندارم. الو آقای شادانلو میگه شما گفتید باهاتون تماس بگیرم، شما تصویرت اینجا نیست. هنوزم تصویر نداریم آقای عارف. شما اینا هم جان نمیکشه برای تصویر. آهان بندویت هم ضعیفه نمیکشه. آهان بندویتتون ضعیفه به همین خاطر فقط با صدا میار. بله بسیار ممنون. خب آقای عارف کسی که قرار میذاره بیاد جوابگو باشه دیگه این کارای زشته. مثلا شما فکر کردی منو تهدید کردی و شما پدرت خودت شغلی داشتی تو ایران، چه کاره بودید؟ اصلا سوالاتو بپرس، این چیزا کار نداشته باشه. به این شما ممکن اصلا شغل ما بسیار شریفتر از شغل شما بوده که اوکی. بله ما با آدم های شریف صحبت نمی کنیم. شما برو اگر روزی تونستی بگی شغل بابات چی بوده اون وقت با هم صحبت کنیم. آقای شادانلو شما دوست عزیز وقتت رو با اینا طرف نکن. این حرومزاده ای که سه بار تا حالا گفته میام نمیام میام نمیام، یادتونه وقتا میگفتن قولش مثل قول بچگیاش میمونه. بعد تربیتش رو نگاه کن. شما سوالاتو بکن، کاری به این نداشته باش. آخه ما در قهبه، تو کی هستی که من از تو سوال کنم؟ تویی که قرار بوده بیای صحبت کنی، شما که از صبح تا شب تمام این سوراخ ها هستی، حالا امروز مثل ننه قمر چی میگن ننه من غریبم آمدی بندویتم نمیکشه. پدر سوخته دروغو. اینی که من میپرسم شغل بابا چیه، میخوام بگم ساندویچ فروشی داره، خجالت داره که ساندویچ بفروشه، کامیون کار میکنه. مثل بابای من افتخار میکنم که بابام راننده بوده، کامیوندار بوده و اگه نبود من امروز خودم اینو تو آمریکا محتاج این و اون بودم. ولی به خاطر همین که یه چیزی میدونستم گلیمم از آب کشیدم، شاهدام هم همه اینجا هستن. آخه مردک دیوانه احمق، برو بدبخت با این خانمت، هم جوان هم زیبا، برو به دنبال زندگیت برس. اگه تا امروزم به این و اون سواری دادی تا بلکه به جایی برسی دیگه بس خجالت بکش. میبینی که همینایی که تا دیروز دوستت بودن پولت میدادن امروز تیپات کونت هم نمیزنن و پولت نمیدن و تا مجبوری بری به آقای شادانلو بگی نمیدونم من اینجوری من اونجوری. حالا با همه اینا چون تلویزیون مردم از بد و پیدایشش اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیانه، از بد و پیدایش سال 2003 قانون آمریکا رو رعایت میکنه، FCC آمریکا و کانادا روش نفوذ داره، مثل شما نیست که بابات آقازاده باشه، ننت نمیدونم فلان سید سوارش شده باشه تا شما سید پیمان عارف باشی. ویدیو درست کن. این سوالایی که آقای شادانلو، البته آقای شادانلو قرار شد به غیر از اینکه تو اون برنامه گفتن سوالا رو برای من بفرستن به فارسی، من خودم از تو اون در آوردم پرسش‌های جهان شانلو از پیمان عارف. یه ویدیو درست کن، بندویت هم لازم نداره.
همون ویدیوهای درست کردی مامورای مخفی پشت در بودن، دوستات همی زدن با در، بعد مامان خانم جونت هم همی گفت زنگ بزنیم سفارت بیاد ازمون دفاع کنه. بذارید ببینم این آقای شادانلو گذاشته بودش. آقای شادانلو اینا رو ول کن عزیز من، شما اینا همون دنباله ماجرای مجاهدینه. شما مجاهدین ببین حماقت به جای رسیده، میکننشون بیرون میگه ما پیروز شد، کشته میدن میگن ما پیروز شد، رو پل یک روزنامه انقدی میچسبنن میگن ما پیروز شد. اصلا اینا خان معیارا رو عوض کنن، الان دیگه معیار فعال سیاسی عوض شد. یعنی شما اگه یه جای بگی من فعال سیاسی هم، طرف تو مغزش پیمان عارف میاد برای شما ننگه. یعنی اینا دارن چیزها رو میریزن به هم. این آقای بابک هروی بی خود نمیگه آقا اینا رو شلاق و فیلم و اینا درست میکنن میفرسن بیرون. این نفوذی اینا هستن. شما حالا کار نداشته باش چی کار کن، سوالاتو بکن. این مش آدم بی تربیت پر رو بچه فلان اینا هستن دیگه. میگه کسی که میدونین معتادا چی بهشون میگن؟ به معتادا میگن کسی که به خودش ظلم میکنه، تو چجوری انتظار داری که به زنش، بچهش، فامیلش، دوستش ظلم نکنه؟ این راجب معتادای بدبخته، چون به خودشون ظلم میکنه. ولی این بچه فلانا که به فلانشون رحم نمیکنن، چجوری من و شما انتظار داریم که به ما، حالا چون من مسنترم، چون شما نمیدونم فعالتر سیاسی هستی، بهتون احترام بذارن؟ اینا به دنبال اینه، تن کار کردن ندارن، هیچ وقت کار نکردن. من اومدم پاریس دیدم شما اون ماجرای منقلتون که دود میکرده تعطیل کردن، که چه فکر خوبی بوده. بعد هر کسی گفته بوده که منقلای ساختن دوستان که پایینش زیر زغال آبه، و این وقتی که روغن میچکه رو زغال یا رو گاز بلا فاصله میفته تو آب از اون بالا. آقای شادانلو بابا بیا این منقل درست کنیم تو آمریکا پولدار بشیم، که دیگه خجالت نکشیم برای وقتمون تو تلویزیون پول بگیریم. خود آقای شادانلو 4 سال 5 سال پیش با من در تماس بوده و برنامه شروع کرده. آقا ما از روز اول مگه همین برنامه همین نرخ نبوده؟ سر بلند ماشاءالله الله اکبر، گردن هم که میبینید، بازون هم اینه. چی بگم آخه اینا اصلا قابل حرفن؟ خب آقای فضایل عزیزان آمد سردی leave the garbage. آفری ای قربونت برم این توست ما سعید عزیز، این چند تا نصیحت به من کرده. میگه آقا میدونم که وقتی آدم میره یه جایی یه چیزی ور میداره بوگند میده، اینو فوری به دوستش میگه نگاه کن که بوگندی میده. میگه بیاین یاد بگیریم وقتی یه چیزی بوگند میده فوری بگیم اخ چه بوگندی میده، بندازیمش دور. حتی اگه دوستمون گفت چی بود، بگیم آقا این بوگند میده، نمیخوام تو اوقات تو، وقت تو، مشام تو چیز کنی. چشم سعید، دو سه تا چیز دیگه به من یاد داده. من یه دو بار دعوت شدم که تو این جورج میسون سخنرانی کنم درباره شرایط ایران، چرا ماها از ایران اومدیم و اینها. دانشجوی ما رشته دانشجوی خارجی که میان اینجا هم انگلیسی دارن میخونن هم به اصطلاح امور دنیا رو با در موردش صحبت کنن، میری 40 دقیقه صحبت میکنی، بعد حدود 40 دقیقه هم براشون میذاری Q&A، یعنی اونا درباره صحبتایی که شما کردی میپرسن و شما جواب میدی. خب من سالها بود دیگه جلو دانش آموزی چیزی صحبت نکرده بودم، و دیدم تنها کسی که میتونه من کمک کنه این دوستمون سعیده که تو کارهای آموزش پرورش هست و خودش هم به دیگران درس میده، اورینتیشن میذاره، یادشون میده. اول مدرسه به طرف میگه آقا تو کشور کامبوجیه و ویتنام اگه مثلا دست کشیدی رو سر بچه و اینا اب نداره، اینجا دست بزنی به بچه، میگن یه نظری داشتی، یادشون میده. از چیزا دو سه تا چی یاد من داد، اینو یه بار دیگه سعید بنویس. گفت یک موضوع رو به مردم بگو من درباره چی میخوام حرف بزنم، و دیدید من رعایت کردم. امروز اول برنامه اومدم گفتم درباره این بچه گداها، درباره این پدر سوخته ها، درباره این مادر قبا. دو موضوع رو باز کن. سه به اونایی که اینجا نشستن و چیز کردن وقت بده، اونها هم ازت سوال کنن هم نظر بدن، که الحمدلله ما با این فیسبوک از این لحاظ اوکی اوکی هستیم، نظر میدن، ایراد میگیرن، انتقاد میکنن. امیدوارم
دوستان میدونستید با فیسبوک هم میتونید پول بفرستید؟ بعضی وقتا میاد بعضی وقتا نمیاد. نه پول یعنی اون علامتی که میتونید پول بفرستید. کالیبر M4 را اشتباه نوشتم، کالیبر 5.56 است و ساخت کارخانه کولت، کولت M4 کاربین، ولی این گفتن رایفل بوده. منم وقتی گفت M4 گفتم شاید اون AK-47 چیه که مثل کلاشینکوفه. در حقیقت درستان ممنونم دوستان آقای بابک هروی که توی اسلحه و اینا وارد هست، نوشته که بله نوشته کالیبر M4 را اشتباه نوشتم. اینجا بذارید برامون یه لینک هم فرستاده، ممنونم. پس با وجودی که مثل جیس هست ولی اسمش کولت، بذار اکسی بهتون نشون بده. این کولت 45 یادتونه یه مشروعی آبجوی بود و سیاه‌پوستا بیشتر دوست داشتن. من بعضی وقتا راننده هایی که داشتم اینا اون مشروع چی میخوردن و خیلی هم چیز داشت. دوستان با یک همچین اسلحه‌ای میبینید که تقریبا قیافش مثل جیسه هست، حالا اینجا خشابش نکشیده، خشاب جیسه اگه اشتباه نکنم 20 تاست که توی ارتش ما یاد داده بودن چپ و راست میچسبونی بغل هم میشه 40 تا، اینو در میاری تقریبا اونی میزنی و اینجا هم زامن و فلان و اینها. و اینه این اسلحه و اینها یک کرم خاصی داره، کهن سرباز نازنین من حامد فخارزاده یا فخارزاده، ممنونم. همین که شما دوست عزیز اینو می‌نویسی برای بابک، به اندازه من 1000 ساعت ارزش داره که اون وقت بذاره کتاب بنویسه. و بازم ممنون بابک، هم که کتاب نوشتی هم که همین که هر وقت ما سوالی داشتیم اینها آمدی و راه نمایی کرد. خب بله، این لینک پیام رادیویی برای خودت است و نه برای چمنارا. امیدوارم بتوانی آن را گوش بدهی و بگویی چرا چمنارا در این برنامه رادیویی شرکت نکرد. آقای ایمانی شما با اسکایپ بیا مهمونه من باش. و چقدر احمقی، به من میگی از چمنارا بپرسم؟ به من چه؟ شما خودت وبسایت چمنارا رو داری، فیسبوکش داری، ایمیلش داری، تلفنش داری، اسکایپ چیزش هم داری، از بپرس. حالا بعد از برنامه یک لیف و صابون حسابی هم به شما میزنم. آقا یا خانمی به نام ونداد ایمانی، دوستان کسی اینو میشناسه؟ ببینیم همچین کسی هست اینجا. ونداد، این دنیای چیزم دنیایی شده، ونیاد ونداد ایمانی. بله نه همچین چیزی نیست، واندا ایمانی هست، یه خانمی داره ویالون میزنه. نه در اصل من نمیدونم، اصلا نمیدونم شما بیننده برنامه من هستی یا نیستی. یه اشکالی که آقای چمنارا داره متاسفانه وقتی مثلا میره توی رادیویی یا تو تلویزیون ما هم که میاد هی میگه من تو اون رادیو تو اون تلویزیون اینو گفتم. این کار دردسرای اینجوری پیش میاره. شما بگید من در یه رادیویی هم مصاحبه کردم تو فیسبوک هم هست، در یه تلویزیونی هم مصاحبه کردم تو فیسبوک هم هست، اینجوری هم مردمو مستند میکنید به فیسبوکتون، میان اونجا میبینن چی گفتی چی شنفتی، هم اینکه دیگران رو توی برنامه دیگه‌ای نمیبرید. باز یادتون باشه تلویزیون مردم تنها تلویزیونی که از روز اول نه از هیچ تلویزیونی ترسیده، نه وقتی یکی آمده بهش گفته آقا اسم فلانی نیار، اسم فلانی رو بیار. شما وقتی حقیقی و حقوقی باشی بیای اینجا صحبت کنی، از خدا تا این رضا عقب افتاده میتونی ایراد بگیری. یعنی همچین که شما بیای مثل آقای شادانلو، نه مثل این پدر سوخته پیمان عارف، از توی اتاقی از توی سوراخی، آخه اولاق من اگه با تو صحبت کنم به غیر از اینجایی که پشت سرته ما میفهمیم کجا هستی کجا نیستی. و تا احمقی این روزا از این آی پی و اینا هر کسی بخواد میفهمه تو کجا هستی کجا نیستی. و همونایی که فکر میکنی امروز دوستتن همه چون لوئت میدن. برو مواظب خودت باش. شماها هنوز جای سفت نشاشیدید که اون ترشحش برگرده به صورت خودتون و پدرتون و مادرتون. در هر صورت دوستان عزیز بذارید به قول چیز اینو بندازیم سطل آشغال و بریم جای دیگه. فلان never called okay. بله
میگه که این دوستمون تماس نگرفت. بهش گفتم، گفت چون تو استودیو کار میکنم نمیتونم. خب در میدان براق یا براق در غرب بیت المقدس زن کلیمی لخت میخواهد عبادت کنه. من سالها پیش شنیده بودم که خانوما وقتی میخوان نماز بخونن، آقایون وقتی میخوان نماز بخونن، اگه لختن باشن، تنها باشن، هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر واقعا ما به وجود خدا ایمان داشته باشیم، خدایی که من و شما رو لخت آفریده، خدایی که همه جا هست، از توالت گرفته، حمام گرفته، شب تو رخت خواب هست، نمیدونم تو ماشین هست، تو هوا هست، پس من با خدا هیچی ندارم. اگه بخوامم نماز بخونم، خب لخت که بخونم دیگه بهتر، نه کراواتی بینمونه، نه پیرنی، نه زیر پیرنی، نه چیزی دیگه. حالا ببینید این خانم توی ایشون نشته میدان یا براق یا براق، نمیدونم، اینو شنیده بودم ولی اسمشون ها رو من بذارید. اینم دوباره، آها یه فیلم میدیدم دوستان، اگه وقت کردید این فیلمو پیدا کنید، اگر منم پیدا کنم براتون نشون میدم، مهمون من، به نام گیتا، اسم هست گیتا و خیلی جالبه. ماجرای یه پسری که آمریکا یا اروپا، فرانسه، هر جا زندگی میکنه و مادرش ایران هست و اینا، مادرش از ایران فیلم میگیره برای این میفرسه. باور کنید من ربع ساعت، با وجودی که فیلم غمگینیه ولی ماجرای حقیقی زندگی آدم ها، با وجودی که خیلی ناراحت بود این فیلم، یعنی غمگین بود، من کلی خندیدم. یادم افتاد به خودم و شماها که هی میگم بابا این دوربین، از بس دیگه این تلفن شده دوربین، دیگه نمیگیم تلفن، میگیم دوربین، این تلفنتون رو بچرخونید. حالا ما هی میگیم عمودی نگیرید، افقی بگیرید. این بچه به مادرش هی میگه مامان جون تلفنتو بچرخون. من گفتم خدا این چرا میگه تلفنتو بچرخون؟ بعد دیدم همینه. حالا این تلفنم اون آقای بهرامی بود، خیلی پروفسور بهرامی، به من میگه نه آقای صوبی، مهم نیست اینا عمودی بگیرن یا افقی، شما بغلت کامپیوترت بزن. ببین عزیز من، وقتی که عمودی میگیرن دو طرف صفحه سیاه میشه. شما اینجا میبینی اینجاها سیاه، در هر صورت اینا اینجاها، اینجاها سیاه. اوکی بریم ببینیم و برگردیم. اصلا همینه. تو ایران هم چند بار اتفاق افتاده. بعضیا میگن مردم از بس زیر فشار هستن، خانوما مخصوصا زیر این گرمای حجاب و اینها، گاهی وقتا دیگه دیوونه میشن. بعضیا میگن این مواد مخدرای جدیدی که اومده تو ایران، شیشه، کریستال، یه چیزای آشغالی. او تو همین آمریکا هفته پیش اعلام کرد که یه سری قرصایی که طرف میخره به نام قرص، این قرصای پین کیلر چی میگن، آکسوکودین میگن، چی میگن، گفت اینا رو تو خیابون خرید فروش میکنن، گفت یه چیز اشتباهی درست کردن، یا طرف براش مهم نیست که میخواد بفروش، اینا رو دونه 5 دلار 10 دلار پول بگیر. گفت بدبخت مثلا یکی از که هر روز دو تاشو میجوشونده میزده تو رگش، امروز دو تاشو میجوشونده میزنه سر رگش میمیره. و دیروز میگفتن در سال در آمریکا تا الان 50,000 نفر میمیرن از اووردوز و دواهای اشتباهی، و داره میشه به طرف 60,000 تا. یه دوستی به نام آرش اصلانی عزیز نوشته آقای صوبی این اسلحه شبیه M16ه. میدونید اسلحه خیلی زیادن و هر کدوم از این کارخونه ها یه اسم میذارن اینجوری. و خیلی ممنون از شما که بیننده برنامه هستید، و ممنون که اگر من یه پرسشی دارم شما جواب میدید و اینجا حالا ما ختم بابامونه، شما نمیان دعوا کنید سر خدا هست یا خدا نیست. آقا شما به من میگید خدا خالق توان است، قبول داری علی آقا؟ آیا این خدای توانا
میتواند یک سنگی بزرگ درست کنه که خودش هم نتونه بلندش کنه؟ برو از معلمات، از شبانت، از چوپانت، از پسترت، از بابا که چی بهش میگن پدر روحانی بپرس بیا. اگر میتونه درست کنه و نمیتونه بلندش کنه که خب میشه ناتوان، اگر نمیتونه درست کنه که بازم میشه ناتوان. این سوالا زیاده عزیز من. شما بعد از یه عمر که مسلمون بودی و مسلمون خوبی نبودی، حالا شدی مسیحی، به قول آمریکایی‌ها good for you. آقا این دین مسیحی هم همینه، میگه فقط ما میریم تو بهشت. از رئیس رؤساتون آقای جیزس ببین، آقا جودا قبل از تو داشتن زندگی میکردن، بهشتی داشتن، جهنمی داشتن، تو آمدی گفتی اینا همه بریزیم تو سطل آشغال، من فقط میرم بهشت و این 12 نفری که یک شنبه خیانت کرد. خب اشکال همینجاست. آقا برو با خدای خودت خلوت کن، برو مثل بودا بشین توی صحرای زیر درخت، از ترس اینکه اتفاقی بدی برات نیفته همینجوری زندگی خودتو بد کن، ول کن دیگرانو و به درگاه خدا دعا کن که خدا به زبان شیرازی سربی باهاش صحبت کنه، بگه آقا من اینجا نشستم، و وقتی هم اومد بگه من همون خدایی هستم که خدای علی هستم. چون 8 بیلیارد، حالا بگو 8 بیلیارد خدای مختلف داره. آقای جاوید شهافه میاد میگه به نام خدای گیر میکنه، نمیدونه چی بگه. میگه بابا این خدایی که شما گیر میکنی نمیتونی اسمشو بیاری، خب بیا به ما بگو این کیه. به اون میگی نمیتونی بیا، شما اصرار داری بابا. آقا میگه من ایتیست هستم. ایتیست یعنی به خدا باور ندارم، به طبیعت باور دارم. حالا شاید به طبیعتم باور نداره، میدونه یه نظمی هست، یه چیزی هست که هر روز صبح میشه، هر روز شب میشه، هنوز ندیدتش. و این خدا چرا آقا مشکلش کرده؟ وقتی به همه زبان قادره میتونه تواضع کنه، وقتی میتونه تو خواب من بیاد. علی آقا من اینجا دم در یه تابلوی نوشتم، ما دینمون رو نمیخوایم عوض کنیم، ما نمیدونم سیاستمون رو نمیخوایم عوض کنیم، نمایندمون میدونیم که همین دیروز تو آمریکا تو این محل ما داشتن، ویرجینیا داشتن فرماندار معین میکنن. میگم آقا در نزنید، بنده جواب نمیدم. باز اینایی که از کلیسا میان و از این یهوا مهوا میان پر رو میان در نزن، میگه ما شامل این قانون نمیشیم. میگم اوکی بگو ببینم چی میخوای بگی. عصبانی میشم دیگه. میگه بله میخواستم شما رو دعوت کنم. آقا این پرینس خواننده، اینم یهوا ویتنس بود، این یهوا من نمیدونم یهوه، این آقای مصطفی زاده قرار بود به ما درس بده، به جای درس رفت تو سیاست، زد تو کاسکوزمون یاد نگرفتیم یهوا کیه. بعضیا میگن جهوا ویتنس، بعضیا میگن یهوا ویتنس، بعضیا میگن این دین همون کلمی های مسیحی های ارتودکس و کلمی های اصلی. نه اینا صد هست. آقا شما ببین ببخشید، همه پدرای خانواده سعی میکنن بین بچه هاشون اتحاد باشه. آخه این چه خداییه که بین بچه هاش اینقدر نفاق انداخته؟ به این یکی گفته تو جودی، شنبه ها تعطیل کن، به این یکی گفته تو مسیحی هستی، یه شنبه ها تعطیل کن، به اون گفته تو مسلمونی، جمعه ها تعطیل کن. خب میخوان همه هفته خودش تعطیل باشه دیگه، کار گذاشتی دستون. به اینایی که میام دم در در باز میکنم، میگم شما به خدا باور داری؟ میگه بله. میگم من میخوای ثابت کنم که باور نداری؟ میگه خب بفهم. میرم از تو آشپزخونه یه چاقو انقدی دارم میارم، میگم قبل از این که شما بیای خدا آمد به زبان من گفت دو نفر جوان سنشونم 20 هست و 21، شما 20 21، میگه بله. میگم گفت اینا میان در خونه، اینا خیلی آدم خوبی هن. و تو سرشونو ببر که زود بیان پهلومم، خودتونو بذار جای این جوان ها، چه حالی بهشون دست میده. یه آدمی با این انگلیسی بد، با این صدای کلوفت، با این موی نمیدونم، بالاخره ما هرچی هم مون گری بشه و سفید بشه باز مشکی هستیم. دو تا بچه کوچولو اومدن، من بهشون میگم خدا به من گفته سر این دوتا رو ببر. آقا مگه خدا به ابراهیم نگفت سر بچه خودشو ببره؟ تو که دیگه از بچه من به من نزدیکتر نیستی. خدا به من دستور داده سرتو ببرم، بیا ببینم سرتو بذار سر این پله، میخوام ببرم. حالا شاید خدا برای تام یه بزی انداخت، یه بزغاله انداخت،
حالا کی اینجا به خدا باور نداره؟ من یا شما؟ این علی آقا از من دعوت کرده برم خونهشون، فکر کنم الان آدرس خونهش عوض میکنه، اسم فیسبوکش هم عوض میکنه، دیگه هم برای من چی نمیدونه، میگه اگه این سوربی اومد اینجا اول میگه علی جان بی بخواب بغل این پله، من میخوام خدا گفته سر علی رو ببر. اما نکنی، حالا که بالاخره یه چیزی پیدا کردی باهاش آرامش پیدا کنی، آرامش خودت رو به دست بیار، راحت باش، زندگی خوبی داشته باش. اگه یه کس آمد گفت علی آقا من دیدم آقا شما از روزی که مسیحی شدی چقدر آدم خوبی بودی، عجب تخسی بودی قبلا که بچه مسلمون بودی، ولی همچین که شدی مسیحی چه آدم خوبی شدی، به من بگو من چه کار کنم، اونو راهنمایی کن. چرا به زور هی میخوان آقای سعید آبدینی بلند میشه زنش میندازه اینجا دست فاکس نیوزیا، فاکس نیوزیا که میدونی دنبال فاکس نیوز دیگه وقت میره ایران میخواد ایرانی‌ها رو مسیحی کنه. آقا ایرانی‌ها از مسلمون بودن چه خیری دیدن، حالا بیان مسیحی بشن، اونام بگیرن اینجا زندان. زندان بهش خوش میگذره، مصاحبه کرده اینجا گفته وقتی من تو ایران بودم تو زندان بهتر از این بود. خب بلندشو برو دوباره. پس ببخشید فلانی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه، کرم پنیر از خود پنیره. خب اینقدر چی گذاشتم، میخوام اون مرده که کتاب میخوره بهتون نشون بدم. خدا هست، خدا محبت هست، خدا پدرتو بیامرزه. شما از من با محبت تر دیدی، چند مونده دیگه من الان ادعای خدایی کنم، اینقدر محبتم زیاده که اصلا نگو نپرس. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان است و یه عده‌ای عصرها به عنوان افطاریاتون تو خیابونا مثلا افطار شده بود، بعد میگفتن حالا طرف تا برسه خونه ممکن ربع ساعت نیم ساعت باشه، یه خرمایی بهش میدادن بخوره. حالا اینها هم اومدن به عنوان افطار، نمیدونم نظر هرچی، این دوستمون اینو فرستاده من بهتون نشون بدم، بعد گفته که اینو نشونه مردم بده که مواظب باشن به این کلک به اصطلاح دزدی میکنن. نگاه کنید دوستان، این آقا وایستاده یه سینی دستشه، این دوربین های خونه های ایرانه، این آقا وایستاده یه سینی دست توش حلوا یا خورما یا هرچی هست. نگاه کنید، حتی یه مقداری طولانیه، خیابون نسبتا خلوتیه، ولی ببینید اومد در رو چیکار کرد، چک کرد. به نظر میرسه اینجا این خونه هایی هست که آپارتمان هایی که تو ایران الان خیلی رسم شده، یه خونه کوچولو رو میزنن زمین، دو تا سه تا جای ماشین میذارن، باقیشو میکنن آپارتمان. از این تعداد کنتور گازا معلومه. بعدم حالا ببین، این در رو باز کرد، اومد و نظری بهش داد. آها این از اون نظری هایی که تو خیابون خورما میدن نبوده. ببین نظری رو داد، گفت ببرید داخل، اونم برد داخل. حالا نگاه کنید، رفیقای اینا اومدن یکی یکی، اونم حالا رفته داخل که نظر اینا داره قبول میشه. ببینید قشنگ در رو باز گذاشت، اینا هم چی برداشتن؟ بله، هرچی میخواستن برداشتن و در رفتن. اینم از دزدی های مدل جدید و احتمالاً ماه رمضان. ولی ماه رمضان هم نظر و نیاز میکردن یا ماه محرم و چیز بود. خب این دوستمون نوشته که اینا قبلش همه با هم افطار کردن، ولی بعد سر خوندن نماز و قبله مشکل پیدا کردن. و نگاه کنید، یه سری از این بردارن میخونن، یه سری از اون بر میکنم. من نوشتم که خب خداییش این قبلهی که رو به خانه کعبه است، اصلا ببین چی داستانی رو گفتن و ماها چقدر این داستان رو قبول کردیم. خودش اولش میگه دروغ ها، میگه بابا اینجا خونه بت ها بوده، ما اومدیم بت ها رو شکستیم، بت پرستان
گفتن آقا بت‌های ما خدای ما اینجا بودن، برای که اینا احمق بودن بت پرست بودن گفتیم باشه شما هر سال بیا اینجا یه پارچه مشکی انداختیم روش، بعد به شما میگه خدای شما هم اینجاست، از هر جای دنیا هستی به اون طرف نماز بکن. اصلا دیوونه کننده است. حالا خدای علی آقا محبته، محبت همه جا هست، ولی چرا باید بریم یه شنبه 10% درآمدمونو بدیم به کلیسا؟ نمیدونم. آقا یه شنبه بشینید تو خونتون، تو خیابون، تو کوچه‌تون با هم، خدا هم که تو خیابونه هوا خوب، چرا برین کلیسا؟ من یه راننده داشتم، یه ماشین به مکافات براش خریدیم از دوستمون آقا مهدی، $500 هفته، $50 این قسط بده، بعد حقوقش مثلا میشد هفته $350 $400 اون موقع. دوشنبه که من میگم مستر سوربی من پول ندارم برای نهار، میگم بابا تو جمعه پول گرفتی چه کار کردی؟ میگه خب ما دیروز کلیسا بودیم، ما 10% شباید بدیم کلیسا. میگم مرد نازنین این کلیسا، این آقای پستر تو سوار کادیلاک نو نوه، و تو با یه فولکس واگن قرازه صبح ساعت 4 میای سر کار، آخه چرا اون برای تو ماشین نمیخوره؟ چرا اون به تو 10% نمیده؟ ولی میگه نه مستثنا. بعد میگم بابا جون این کلیسا، مسجد، خمس، زکات مال موقعی بوده که دولت و شهر و اینا نبوده. اینا 4 تا آدم خوب و موقع بوده گفته آقا تو که داری بیار بده، من میگیرم میدم به این که نداره. حالا که سوشال سکیوریتی هست، حالا که شهرداری هست، حالا که اداره مالیات بر درآمد هست، حالا که 1000 تا کوفت و زهر ماره، منی که کار میکنم 30% چه اون میگیره، اینا دیگه چه کار هستن؟ نه مالیات میدن نه چیزی، همینجور زیرابی برای خودشون میرن. و الا اینا اتفاق درست میخونن آقا، هر جایی تو خیابونای فرانسه هست مثل که خیابونه اینجوریه، نشستن اینجوری نماز میکنن. آقا اگه باور به خدا داشته باشی قرار نیست به این سو بخونی به اون سو بخونی. ماجرای کوچه‌ای به نام قهراشتی در شیراز. حالا این آقای علی ترابی میدونه من کجا صحبت میکنم. ما یک دوچرخه تابستون کار کردیم تا 150 تومن تونستیم جمع کنیم یه دوچرخه بخریم که حالا واسه از خیابون قدمگاه تا نمیدونم پل علی ابن حمزه با پای پیاده نخوایم بریم، پول نداشتیم 5000 بریم تاکسی که. آقا روز سومی که از هنرستان ساعت 2 بعد از ظهر گشنه تشنه اومدیم، یه پاسبانی دم دروازه اصفهان 2 بعد از ظهر، اون موقع کارگرها خوابیدن، فعله ها خوابیدن، ران تاکسی ها تو شیراز خوابیدن، این مرده که وایساده بود اونجا، ما 4-5 تا بچه هنرستانی با دوچرخ می‌مونیم، می‌زد ما رو کنار، نمرتون کو؟ میگفتی آقا نمره چی چیه؟ نه باید نمره داشته باشیم. خلاصه ما به خاطر همین علی آقا، برای که دروازه اصفهان اون مجسمه فردوسی بود یا سعدی بود، مجسمه فردوسی بود اصلا، ببین بوده اصلا ما نمیدونستیم این مجسمه کیه، یه مجسمه سفیدی اونجا، برای که اینو بایپاس کنیم به جایی که مستقیم بریم تو بازار، میومدیم از یه کوچه، این کوچه قهراشتی بود، من یادمه دوچرخه 26 بود، یعنی چرخش 26 اینچ، هیچ وقت هم نمیفهمیدیم چرا تو ایران میگن 26 اینچ چرخش بود، درست حسابیا 28 بود و اینها. خب در نتیجه چیزهاش هم کوچیکتر بود، فرمونش اینا. با وجود بر این من اگر دستم رو میگرفتم به فرمون، اینجا دوتا دستم زخمی میشد، این کوچه اینقدر باریک بود، مجبور بودم دستم رو از فرمون وردارم بذارم اینجا جلو و با سرعت از اون کوچه رد میشدم. حالا دیدم یه دوستی از آلمان این عکس رو برای من فرستاده، نوشته کوچه قهراشتی، ماجرای کوچه قهراشتی در شیراز. البته امیدوارم این لینک که ایشون گذاشته کار کنه، چون لینک نصفش فارسیه نصفش انگلیسی، و بله کار کرد. ماجرای کوچه‌ای به نام قهراشتی در شیراز. مینا خانم خیلی ممنون که این لینک فرستادی و منو بردی به شیراز، منو بردی به دروازه اصفهان. ناگفته نماند که دوستان از این کوچه‌های قهراشتی زیاد بود، همینجا تو آمریکا هم هست، بین دو تا تاون هاوس، بین دو تا خونه میبینی قد 2 فوت فاصله داره، حتی تو فلوریدا تو کی وست یه جایی هست بهش میگن smallest
بار، یعنی کوچکترین بار، کوچکترین رستوران که نه، کوچکترین بار دنیا. و من عکس گرفتم وقتی هم از کیوس اومدم بهتون نشون دادم و واقعا همین جور بود. خود اون صاحبش عقب عقب میره داخلش، چند تا آبجو اینا گذاشته و سه نفر اینجا میبینید الان چند تا این جوونا رفتن اونجا، سه نفر میتونستن وایسن. اینجا نوشته شاید معروف ترین کوچه قدیمی شیراز کوچه قهرآشتی باشد که در نزدیکی آرامگاه سید علاءالدین حسین. خب این دم آسونه است، من اتفاقا بچه درشیخ و بچه همون آسونه هستم. یادم به وقتی داشتن اون سید علاءالدین حسین رو میکندن و خیابونا و اینا، چقدر به اصطلاح گنج پیدا شد. آقا وقتی میگفتن گنج، اون موقع که بانک نبوده، یه بدبختی چند تا سکه و چند تا جواهر و اینا میکرد توی کوزهی، سرش رو میبست تو باخچه، بعدن یادشون میرفت میمرد فلان اینا، بعد نفر بعدی که میمد میخواست بکنه میزن بگو گنج پیدا کردم. آقا کدوم گنج؟ باید بری ببینی این مال کی بوده، صاحب اولیش کی بوده، چی بوده. در صورت اینم این یکی هم بهتون اتفاق بهتون گفتم که این کوچه های قرهاشتی زیاد بود، ولی من یکیش پشت دروازه اصفهان یادمه که از پل علی بن حمزه که میمدیم پایین میپیچیدیم سمت راست میرفتیم از اون ور سر در میوردیم، بعد برمیگشتیم دوباره تو بازار و این آجان نابکار رو به اصطلاح اینجوری بایپاس میکردیم یا دور میزدیم. شاید معروف‌ترین کوچه قدیمی شیراز کوچه قرهاشتی باشه که در نزدیکی آرامگاه سید علاءالدین حسین قرار گرفته و به دلیل آنکه در یکی از مسیرهای گردشگری شهری واقع شده مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است. گفته می‌شود از بس این کوچه تنگ است که به زور دو نفر از داخلش همزمان می‌توان رد شوند و به همین علت قدیمی‌ها می‌گفتند اگر دو نفر با هم قهر بودند ولی می‌خواستند از این کوچه رد شوند مجبور می‌شدند آشتی کنن، چشمشون تو چشم هم میافتاد و یاد اون روزا به خیر که چشمشون تو چشم هم میافتاد آشتی میکردن و دلخوری ها از بین میره. کوچه در محله اسکندری، بله هم قشورشو آقای علی ترابی هم میگه همونجور تو گفتم تو خیلی از محله ها بود. حالا شنیدم تو ایران آقا مثلا تو گودربون یه نفر اومده خونش کرده مثل هتل و اینها، چقدر مهمونای خارجی میرن و اینها، وقت من و شما میترسیم مملکت خودمون بریم از دست یه مش حرومزاده مثل پیمان عارف و نمیدونم فخرآور و اینها، خدا خواسته برای این خارجی ها میرن اونجا. ایرانی هم که چشمشون به یه خارجی که میفته میبرنش خونه مجانی شام و نهارش میدن، اگه خونهشون رب مجانی نمیدونم اتاق بهش میدن، اونا هم هی میان میگن عجب عجب ایرانی ها مهمون نوازن، ولی خودمون میبینید چجوری داریم با همدیگر رو با چنگ و دندان پاره میکنیم. ساعت 3:46 دقیقه است و آقای عارف اگر آدم شدی انسان شدی این سوالایی که آقای شادانلو به ترتیب پرسیدن شما یه ویدیوی درست میکنی 10 دقیقه 20 دقیقه، چون ویدیو هست تا نیم ساعت مهمان تلویزیون من، ولی اگه خواستی بیشتر حرف بزنی بله هم آقای شادانلو پول برنامه‌هاشو میده، هم آقای دکتر محیط پول برنامه‌هاشو میداد، هم آقای دکتر رنجبر پول برنامه‌هاش میداد، هم آقای تیمسار آریانپور هر وقت میاد لطف میکنه حمایت میکنه، یو نیم ایت به قول آمریکایی‌ها. شما بگو کی تا بگم چگونه پول داده و با افتخار میگم و اونها هم باید افتخار کنن، چون اونی که پول نمیده میره توی تلویزیونی مثل توی عوضی که میری بی بی سی باید بگی اینا آخه عاشق چشم رو منن یا میخوان من که اونجا مصاحبه میکنم خانمم تو اون اتاق یه کار دیگه براشون بکنه، و الا چرا به من میگن مجانی بیا؟ بعد میبینی پول بی بی سی از کجا میاد. خوردی؟ بسته؟ آمریکایی بلد شدی یا به همین ایرانی باید صحبت کنم؟ برو دیگه اینجا پیداد نشه. اینم از این. خب کوچه قشورشو یه چیز دیگه هم بود، تاق رئیس العلماء پای میترسیدم ازش شب از اونجا که میخواستم برم خونه خودمون. این تاق بالاش یه خونه بود، زیرش یه دونه چراغ بود، خود احمدمون این چراغ رو میزدیم میشکندیم، اون وقت خود احمقمون شب از اونجا گرد می شدیم می ترسید. عجب ملتی، عجب ملتی بود. حالا بهتر شدیم؟ آقا کجا بهتر شدیم؟ بیا نتیجه شده این داداش فخرآور، خود فخرآور، آقای باطبی‌زاده، آقای پیمان عارف، حالا تازه من این 4-5 تا گوگندشو می شناسم،
هزار تاش هست که ما نمیشناسیمش، چون همون دوبر ترکیه و اروپا و اینا سرشون تو کثافت. چون عبادت زن کلیمی و اما در آفریقا بله با هم نماز خوندن ولی قبلشون فرم میکنه. ماجرای کوچه قراشلی، دروغ یک دختر سه جوان را تا یک قدمی چوبه دار پیش بود. دیشب من یه فیلمی داشتم نگاه میکردم، مال کانال پابلیک MPTV فکر کنم بود، بهش میگن فراند لاین، و اون مرد گوینده چقدر صدای قشنگی داره. اینها ماجرای کسی رو میگفت که سه تا دخترش تو خونه تو آتش سوزی کشته شدن، بابا هم به اعدام محکوم شد. اول مامانه میگن امکان نداره این بتونه همچین جنایت کرده باشه، بعدن مامانه وقتی شوهر میکنه، مثل مامان پیمان عارف وقتی شوهر میکنه میاد میگه این شوهر کشتنشون و اعدامش کردن. و همین آقای ریک پری گاورنر تگزاس بود، با وجودی که ثابت کردن آقا این چیزایی که میگن اشتباهه، میگین این بنزین ریخته مثل علامت شیطان، این علامت شیطان نیست، این وقتی یه جای آتیش میگیره، آتیش که میرسه به سقف بعد بر میگرده منعکس میشه اونجا یه جای خودشو میذاره. اگر بخواین شاید بتونیم لینکشو پیدا کنیم. اسم مردم ویلینگتون بود، یه آدم جوانی بدبخت، زندگی بعدی داشته و اینها، ولی بعد مثلا برادرش اینا هم حتی بر ضدش بودن، چون بچهای فکر میکردن بچهای خودشو سه تا دختر کوچولو رو آتیش زده و دیدن ای نه بابا اصلا همچین چیزی نبوده و اینها. در صورت دروغ یک دختر سه جوان را تا یک قدمی چوبه دار پیش برد. ببینید این دوستمون چی میگه. عارف و امثال عارف غیرت ندارن، اگر داشتن تن به این هرزگی نمیدادن. آقا بابک عربی برو فیسبوکش نگاه کن، من که بلاکش کردم، هم از فیسبوک هم از توییتر زدم تیپا تو کونش انداختنش بیرون. برو نگاه کن ببین چه عکسایی گرفتن، چه لباسایی میپوشن، چه شبای کجاها میرن، که من و شما که تو آقا من با این بابک هروی قرار گذاشتم که بنده خدا وقتی میاد اینجا دو روز ما یه روز ببینیمش. آ پسرش اومد گشت اینا نتونست بیاد ما رو ببینه، ولی ببین این هارومزاده هر روز این برونور عیش و نوش، هر روز این برونور تفریح، هر روز این برونور جشن، لباساشون رو نگاه کن. بله اینم دروغ یک دختر سه جوان را تا پای مرگ برد. بذارید ببینیم که چجوری میتونیم این رو بهتون نشون بدیم. بله کمرای سه دوستان، وقتی من اینجوری نشون میدم شما میتونید بخونید، حالا نتونید بخونید هم بالایی که ببینید. بس دروغ یک دختر سه جوان را تا یک قدمی چوبه دار پیش برد. بنا به گزارش والا نمیدونم این رکنان رکتان نمیدونم، در تاریخ 19 مرداد ماه 1393 یا 2 به دنبال طرح شکایت یک دختر از دو پسر ایرانی و 4 پسر افغانی، پرونده ای از یک در یکی از کلانتری های شهرستان ورامین تشکیل شد. این دختر جوان اظهار داشته بود که از سوی دو پسر ایرانی ربوده شده و پس از انتقال به متروکه ای در ورامین از سوی آنها و 4 پسر افغانی مورد تجاوز قرار گرفته و از صحنه تجاوز نیز فیلمبرداری شده است. یه چیزی من دیدم همون موقع هم گفتم این بعید میاد که یک کسی تجاوز کرده باشه اینجوری هم فیلم برداری کنه، ولی با حماقتی که این روزا تو جامعه تو دنیا اصلا رواج داره، همین دیروز دادگاه یک خانمی بود که به دوست پسرش گفته بود که تو اگه میخواد خودتو بکشی خودتو بکش دیگه، اینقدر ترسو نباش، و اون بدبخت هم رفته خودشو کشته بود. حالا اینو بردن دادگاه، حالا میگن توی قانون هیچ جایی ننوشته که اگه یه کسی به یه کسی گفت برو خودتو بکش، ما روز 10 بار بین اون میگیم برو آقا خجالت بکش، من اگه جای تو بودم خودمو میکشتم. خب یک طرف رفت خودشو کش، من مسئولم، من الان مثلا به این پیمان عارف بی پدر مادر مادر قهوه میگم مردک برو خودتو بکش، این چیه، این چه نونیه داری میخوری؟ خب اگه این فردا خودشو کش من مسئولم، من که با همه که بدن میاد از قیافش و هیکل نحسش دلم نمیخواد که حتی سرما بخوره. یا طرف میگه آقا برو ببین چه بلایی سرت میارم، حالا اگه فردا یه دفعه خونش آتش گیره من بلا سرش آوردم. اینم از همین ماجرایی که همون بهتر که نگیم. به دنبال این شکایت 8 پسر جوان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن، اما پلیس تنها موفق به بازداشت 3 تن از ایشان، یک ایرانی و 2 افغانستانی شد. این 3 جوان در بازجویی‌های
در بازجویی ها منکر تجاوز شده و اظهار داشتن دختر جوان پس از دریافت پول و با پای خود به باغ متروکه آمده بود. با این حال هر سه متهم پس از محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند. اما این حکم در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد و این سه متهم طی هفته جاری در شعبه هشتم دادگاه کیفری تهران مجدداً تحت محاکمه قرار گرفتند. در این جلسه دادگاه نیز دختر جوان ادعا داشت که این افراد وی را پس از ربودن مورد تعرض قرار دادند، اما متهمان اظهار داشتند این دختر با گرفتن 40,000 تومان به این رابطه تن داده و هیچ اجباری در کار نبوده است. قضات نیز پس از بررسی فیلم هایی که توسط متهمان گرفته شده بود و همچنین تحقیق از رستورانی که دختر جوان ادعا داشت از آنجا دزدیده شده دریافتن ادعای شاکی دروغ بوده، بنابراین هر سه متهم را پس از 4 سال زندان از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کرده و به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه تازیانه محکوم کردن. اینم از ایران. و همینجا باز دیروز یا شاید هم امروز هم باشه، آقای بیل کازبی، معرف حضورتون هستن، آقای بیل کازبی معلوم شد حدود 30-40 سال هر دختر جوانی، هر هنرپیشه‌ای از دم پرش رد می شده بهش مشروب می داده و به هر کاری دلش می خواسته می کرده. و اما راز قتل مرد دو زنه روی خط آلمان تهران، اینم جالب براتون می خونم. البته یه عکسی خیلی بدی، یه چاقوی خونین و اینها، اونو بهتون نشون نمیدم، ولی اینجا براتون این رو اینجوری می کنم تا با هم ببینیم و برنامه رو به پایان برسانیم. خب، راز قتل مرد دو زنه روی خط آلمان تهران. روزنامه ایران خواهر برادری که در توطئه شوم مرد ایرانی ثروتمند مقیم آلمان را به قتل رسانده بودند، صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه شدند. 27 تیر 93 زنی با مراجعه به یکی از کلانتری‌های شمال تهران از ناپدید شدن همسر 44 سالش خبر داد. این زن ایرانی مقیم آلمان به افسر تحقیق و همسرم مدتی قبل از آلمان به تهران آمده بود و چندی پیش با زن جوانی آشنا شده و او را به عقد موقتش در آورده و به نوعی با هم زندگی می کردن. طی روزهای گذشته خودم و اعضای خانوادم از آلمان و تهران بارها با تلفن‌های همسرم تماس گرفتم اما جوابی نمیداد. سرانجام پس از پرسجوهای فراوانی موفق به یافتن تلفن همراه صاحب خانه ای شدم که شوهرم و همسر موقتش در آنجا زندگی میکردن. این مرد وقتی نگرانی مرا دید گفت که از شوهرم هیچ خبری ندارد، ضمن اینکه همسر موقتش به تازگی وسایل خانه را جمع کرده و رفته است. با شنیدن این حرف نگران شدم و با نخستین پرواز خودم را به تهران رساندم، اما هیچ ردی از او به دست نیاوردم. خب اینم داستان زندگی ایرانیایی هست که اتفاقا چه به موقع اون فیلم مسافری رو که آقای علی حاتف خواننده خوبمون درست کرده ببینید، و اگرم ندیدید من باز امروز هم تا جمعه هم اون فیلم هم فیلم 4 اصفهانی در بغداد رو نشون میدم. باز با افتخار عینکم رو برمیدارم میگم تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی، اولین تلویزیون مستقل ایرانی، با افتخار از روز اولی که آمده گفته به این نتیجه رسیدیم که اگر ما تبلیغ چلو کبابی بگیریم دیگه نمیتونیم بگیم کلسترول بده، اگه تبلیغ یه دکتری بگیریم دیگه نمیتونیم بگیم این دکترها بعض وقتا شهریه بچهشون که دیر میشه پای شما رو الکی جراحی میکنن. پس بهترین کار اینه که اگر یک آقای از آقای حسیبی گرفته، از آقای دوستون از خلیج فارس گرفته، از آقای شادانلو گرفته، از دوستان کانون آوا گرفته، از همون دوستی که بعدن این لینکو براش میفرستم، از آقای پیمان عارف گرفته، از هر کسی، غریب خودی، بالا پایین، شرق غرب، چپ راست، با دین بی دین، از علی ترابی و کلیساشون گرفته تا اون آقای ATS داشتیم، اینجا باهایی داشتیم، ضد باهایی آقای ارشاد داریم، یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم، هر چی شما بگید ما داشتیم. میتونن بیان اینجا صحبت کنن و من با افتخار این میکروفون رو، این پلتفرم اطلاعاتی، چی میگن، تبلیغاتی رو در اختیارشون میذارم صحبت کنن. امیدوارم توضیحات من کامل بوده، اگه نبوده تنها چیزی که میتونم بگم اینه که عاقلان دانن. روز روزگار بر شما خوش
بریم فیلم مسافر رو از علی حاتف ببینیم. دوستان عزیز ممنونم که تلویزیون مردم رو تماشا کردید، بیشتر ممنون میشم اگر حمایت کنید، بیشترتر کلمه غلطیه، ممنون میشم اگر تلویزیون مردم و برنامه سربی با مردم رو به دیگران معرفی کنید. دیگه خیلی خیلی ممنون میشم اگر همون اول کار بهشون بگید سربی و تلویزیون مردم تنها جاییه که مثل روزنامه شما میخوای یه چهارم آگهی، آقا زنگ بزنید به آقای مختار بگید من میخوام آگهی بدم، ستار میخواد بیاد اینجا بخونه، میگه آقا یه هشتم بخوای $100، یه چهارم بخوای اینقدر. این حرفات چیه؟ مزخرفات چیه؟ عادت کردید به یه مش تلویزیون دولتی و یه مش تلویزیون غیر دولتی که خدا میدونه پولشون از کجا میاد. برید دنبال کار زندگیتون. روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار، با امید دیدار. ببینید من برای پیمان عارف اینم آوردم که قشنگ بهش وقت بدم. به این شیشه ها اینجا میگن hour glasses معروفه، یعنی دیدی بود برای تخم مرغ اینا هم استفاده میکردن، داخل شن هست و اینو میذاری که شما دیگه نتونی تقلب کنی، طرف ببینی که این یه فیلمی هم بود شیشه عمرشون میگفتیم، روزهای زندگی اینو نشون میداد که یعنی مثل روز، مثل شیشه عمرمونه، عمرمون از اون بالا میرزه پایین، رسید پایین تموم میشه، ولی زرنگ باشید وقتی نصفش هست میتونید تغییر بدید، دوباره اینجوری هی تغییر بدید. پس تغییر تو زندگی خوبه. مرسی.